به نام خدا. سلام دوستان عزیز. فرید احمد شمس هستم، مؤثر سال 4 15 طب معالجوی. در این سری از آموزش‌هایی که روی دست داریم، به یاری خدا قصد داریم آموزش کامل ریاضی از صنف اول تا ختم صنف 12 را برای شما آموزش دهیم. ریاضی که قصد دارم برای شما آموزش دهم شامل 4 بخش حساب، الجبر عددی، الجبر حروفی و الجبر آلی میباشد. جهت بهتر یادگیری این آموزش برای شما چند پیشنهاد میدهم. در این آموزش از هر بخش برای درک بهتر شما مثال‌های زیادی کار خواهد شد. بهتر است بعد از هر 3 الی 4 مثال کلیپ بر شما استاد بکنیم و اگر نتونستیم مثال‌های بعدی خود شما کار بکنیم، وقت میتونیم کلیپ بر ببینیم. در این آموزش سوالاتی که کار خواهد شد از تمام منابع سوالی گرفته شده. هم کتاب‌های مکتب هست، هم تست‌های کنکور است و هم سوال‌هایی که در کنکور سال‌های قبل آمده. می‌دانم که این آموزش مثال‌ها، ساعت‌ها و تشریحات زیادی دارد. امکان داره شما بی‌حوصله بشین، اما باور کنین تنها هدف ما از این همه سوال کار کردن درک بهتر شما از سوالات است. و خواهش میکنم تمام کلیپ ها کامل ببینیم، چون بعضی اوقات بعضی از قوانین سوال کار کردن در خود سوالاتی که ما کار میکنیم. باز هم اگه کم و کاستی های در این آموزش بود ما را عفو کنین. انشاءالله در آموزش های بعدی با پیشنهادات شما خوب خواهد شد. سوال 4 گفته شده نسبت بین دو طول هست 5 1 بر 2. نسبت بین چند دو تا طول؟ 5 1/2. اگر طول اولی باشه 42.4 متر باشه، گفته طول دومی شما چی بکنیم؟ پیدا بکنیم. خب سوال خود درجه گفته دوم پیدا بکنیم دیگه. ما دوم میگیم دوم میشه B، اول میشه A. یا خب نسبت بین دو طول هم چی میشه؟ میشه نسبت بین دو مقدار یا G R. خب B مساوی میشه به A تقسیم G R. A تقسیم G R. B مساوی میشه به A ما چنده؟ هست 42.4 تقسیم 5 1/2 چند میشه؟ میشه 11/2 که غیر واجب بکنیم. تقسیم 11/2. حالا شد تقسیم کسرها 42.4 ضرب 2/11. 42.4 چنده؟ 4. 42.4 همین سوال همین 4.5 بگیریم که زودتر کار بشه. 42 ضرب 2 میشه 84. دو تا نیم داریم میشه 85. 85/11. حالا 85 تقسیم 11 اگر بکنیم تقریبا میشه 7.72. همین چیزی میشه. پس جواب سوال چیه؟ 7.72 متر. خب پس طول اولی اگر باشه 42.85، طول دومی چنده؟ 7.72 متر. 7.72 متر. حالا برای امتحانیو سرعت ما چنده؟ 11. 11 چیه؟ کمیت اول. 2 مخرج میشه کمیت دوم. یعنی باید کمیت اول ببینیم 11 از کمیت دوم چی باشه؟ خیلی باید بیشتر باشه. از اون 9 باید بیشترتر باشه. اگر اینجا اگر ما نگاه بکنیم 42.5 از 7.72 خیلی بالاتره و بیشتره. پس این جواب سوال درسته. طریق دوم و سوم کار نمیکنم چون اشاریه وقت ما رو زیاد میگیره. و مثال پنجم که مثال آخر از این بحثمانه، گفته نسبت بین طول و عرض یخخانه 2/3. نسبت بین طول و عرض یخخانه چنده؟ 2/3. گفته شده اگر طول آن باشه 45 متر، عرض یه گفته چند متر. خب طول اول آمده، عرض دوم آمده، پس عرض چی میشه؟ B میشه. B سوالیه A داده، نسبت بین دو مقدار هم میشه G R. حالا B مساوی میشه به چی؟ به A تقسیم G R. خب B ما مساوی میشه به A چنده؟ 45 تقسیم G R هم هست 2/3. حالا 45 ضرب 2/3 میشه چند؟ 3/2. خب 45 ضرب 3، 3 5 تا 15 تا حاصل از 1 3 4 12 1 همشه 13، 135/2. پس جواب سوال چی شد؟ 135/2. که اگر ما هیچی هم بکنیم، اختصار هم اگر بکنیم، 135 تقسیم 2، 6 2 تا 12 تا حاصل از 1، 5 پایه میکنم 7 2 تا 14 تا حاصل از 1، 8 میدون 0، 5 2 تا 10 تا.
میشه 67.5 67.5 متر. خواهر به سوال ما نگاه بکنیم، کمیت اول ما دوه، کمیت دوم ما سه، یعنی کمیت اول از دوم چیه؟ خودتره. واسه میبینیم یعنی کمیت اول 45 67 چیه؟ کمیت اول از دوم چیه؟ خودتر. پس جواب سوال چی؟ درسته. رایه هر دوم چی بود؟ رایه دوم این بود که 2 بر 3 کمیت اول ما داده چند؟ 45. کمیت دوم نامره 45 رو بریم تقسیم 2 بکنیم، جواب ضربه 3 بکنیم. 45 اگه تقسیم 2 بکنیم میشه 22.5. 22.5 که ضرب 3 بکنیم جواب میشه چند؟ 67.5. و طریق سوم که هسته کمیت اول داده، کمیت دوم چی؟ x. بریم طرف این رو وسط این کنیم، 45 ضرب 3 تقسیم 2، بازم جواب همون چیز رو دست میده. تا اینجا پس ما 5 مثال کار کردیم که این 5 مثال مربوط به چیه؟ مربوط به مقدار دوم، برای پیدا کردن مقدار دوم. حالا بریم سر شماره B، یا پیدا کردن چی؟ مقدار اول. ما چه تر کنیم؟ از اون یک بود. خب باید سر چی؟ سر پیدا کردن مقدار اول. اگر به ما مقدار دوم بدن، نسبت مقدارها رو بدن، برای پیدا کردن مقدار اول، مقدار دوم ضرب نسبت مقدارها میکنیم. یا A یعنی مقدار اول مشتری میشه B، یا مقدار دوم ضرب جی آر یا نسبت مقدار هم. یا مثال کار کنیم میفهمیم. گفته شده نسبت بین عمر احمد و محمود 4/3. نسبت بین عمر چی؟ احمد و محمود چیه؟ 4/3. گفته اگر محمود 54 ساله باشه، اگر محمود 54 ساله باشه عمر احمد گفته شده شما پیدا بکنیم. خب گفته محمود اگر 54 باشه، محمود کجای به یک اسمان میشه دوم، کلیت دوم چی میشه؟ بی. حالا احمد ماسته، احمد چی؟ اول، بس میشه ای. برای پیدا کردن کمیت ای یا مقدار ای یا مقدار اول ما چکار میکنیم؟ ای ما مساوی میشه به بی ضرب جی آر یا نسبت مقدارها. خب ای مساوی میشه به بی چنده؟ 54 ضرب نسبت مقدارها ماسته 4/3. 54 باسید اختصار میشه 1 ستا 8 ستا 24. 18 ضرب 4 میکنیم، 10 4 40، 8 4 هم 32، میشه 72. 72 چند ساله؟ خب این به سوال نگاه میکنیم، بگیم 4/3 4 کمیت اوله، 3 کمیت دومه، یعنی کمیت اول باید از کمیت دوم چی باشه؟ بیشتر باشه، چون این 4 ای 3. خب کمیت اول ما چند شد؟ 72. میبینیم 72 از چند؟ از 54 چیه؟ بیشتره. پس جواب چی؟ درسته. حالا بریم طریق دوم به کار میکنیم. کمیت اول برای ما نداده، اما کمیت دوم داده. کمیت دوم چنده؟ 54. گفته بودم چه کار میکنیم ما؟ اما کمیت تقسیم مخرج صورتی میکنیم. 54 تقسیم 3 چند میشه؟ 18. 18 ضرب 4 میکنیم، یعنی ضرب صورت میکنیم که میشه چند؟ 72. و طریق آخر هم که هسته کمیت اول مجهول طرفین و ستین میکنیم، 4 ضرب 54 تقسیم 3 ضرب x یا 3، 1 3 3 1 3 تا 8 3 تا 24 تا. 18 ضرب 4 هم چند؟ 72. پس بیم جواب از درست افتما کار میکنیم درسته. یه بود از مثال اول. حالا بیم سر مثال دوم. مثلا دوم گفته شده اگر نسبت دو، نسبت دو عدد 3/5 باشه، دو عدد اگر نسبت اینو باشه 3/5، عدد دوم اگر 25 باشه، عدد دوم اگر 25 باشه عدد اول گفته پیدا بکنیم. عدد اول چیه؟ ای. ای هم چیه؟ نامعلومه. عدد دوم هسته بی. 3/5 هم هسته جی آر نسبت مقدارها. خب فرمول چیه؟ فرمول هسته مقدار اول یعنی ای مساوی میشه به بی ضرب جی آر. ای ما مساوی میشه به بی، بی چنده؟ 25 ضرب 3/5 یا جی آر، 1 5 5 5 5 25 5 6 7 15 تا. پس عدد دوم چنده؟ 15. برای امتحانیو 3/5 گفته، یعنی مقدار اول 3، مقدار دوم 5، یعنی مقدار اول از مقدار دوم چیه؟ خودتره. حالا 15 مقدار اول است یا نه؟ از مقدار دوم چیه؟ کوچکتره. یعنی که 3 از 5 2 باید کوچکتره، نه؟
حالا 15 و 25 دو تا 5 چیه؟ کوچیک‌تره. پس جواب چیه؟ درسته. برای طریق دوم که هسته؟ 3 بر 5 می‌نویسم. 3 صورت یا کمیت اول که نامعلومه بی که هسته معلومه. چنده 25؟ 25 تقسیم 5 کنم میشه 5. 5 ضرب 3 چی میشه؟ 15 میشه. یا تناسب تشکیل میدم. 25 میدم ضرب 3 طرفین به 3 تقسیم 5. 1 5 5 5 5 25 5 25 دوباره چی میشه؟ 15 میشه. ببینید که به این راحتی میتونیم این سوال همه کار بکنیم. چون اگه نه چه میسته دیگه کار میکنم؟ چون امکان داره شما فرمول از جد شما بره. زمان که فرمول فراموش بکنیم بهتره گذی تریف دیگه کار بکنیم، یا تناسب یا همون تریف که گفتم. مثال بعدی، اگر نسبت دو مقدار 45 بر 9 باشه، اگر نسبت دو مقدار 45 بر 9 باشه و مقدار دوم 81 باشه، مقدار چند؟ دوم باشه 81. مقدار اول گفته شما پیدا بکنید. مقدار اول میشه A، مقدار دوم میشه B، نسبت دو مقدار یعنی نسبت دو مقدار میشه کسریه، پس G R. خب A مساوی میشه به چی؟ B ضرب G R. A مساوی میشه به B هست 81 ضرب 45 بر 9. 1 9 9 9 9 8 81. 9 ضرب 45 میشه 405. پس مقدار اول ما چنده؟ 405. برای اثباتیو 45 بر 9 یعنی چی؟ یعنی 45 مقدار اول مانه، 9 مقدار دوم مانه. صورت اول مخرج دوم، صورت 45 مخرج 9. باید صورت خیلی از مخرج چی باشه؟ بزرگتر باشه. خب ببینیم مقدار اول یا صورت از مقدار دوم یا مخرج، ببینیم 405 از شده خیلی بیشتره دیگه. بعد جواب درسته. حالا به طریق دوم کار کردنیو، مقدار اول برام داده نشده هیچی، مقدار دوم داده شده چند؟ 81. 81 تقسیم 9 میکنیم، یعنی تقسیم خودی میکنیم میشه چند؟ خودی یعنی چی؟ اینم دومه، اینم دومه. 81 تقسیم 9 چند میشه؟ 9. 9 ضرب 45 باز میشه 405. اگر طرفین رو واسطه اینم بکنیم، 45 ضرب 81 تقسیم 9 باز همون چیز میشه. 45 ضرب 81 تقسیم 9. 1 9 9 9 9 8 81. 9 ضرب 45 بازم میشه چند؟ 405. دریافت مقدارهای نامعلوم در نسبت خیلی سادهه. بهترین راه برای کار کردن اینا چیه؟ یا تناسب تشکیل بدیم یا همون طریق دوم کار بکنیم. بعد سوال آخری که با هم کار میکنه گفته نسبت بین عمر احمد و محمود 5 بر 4. احمد و محمود 5 بر 4. اگر عمر ما محمود باشه 12 ساله، عمر احمد پیدا کن. خب عمر محمود گفته دیگه، محمود یکی دومه، نفر دوم، پس چی میشه؟ B. احمد نفر اول میشه A. 5 بر 4 میشه G R. خب A مساوی میشه به B ضرب G R. A مساوی میشه به B یعنی 12 یا محمود ضرب جی آر یعنی 5 بر 4. اختصار میکنم 1 4 4 3 4 12 3 5 تا میشه 15 تا. ای چند شد؟ شد 15. خب 5 بر 4 5 صورته میشه مقدار اول. مقدار اول باید از مقدار دوم بیشتر باشه، درست؟ ببینیم مقدار اول از مقدار دوم چیه؟ بیشتر. حالا بریم امتحان از یک هسته. 5 بر 4 همه نمیسم، مقدار اول برام داده شده نه، ولی مقدار دوم هسته. چند؟ 12. 12 تقسیم 4 میشه 3. 3 ضرب 5 میشه چند؟ 15. جواب درسته. و تناسب هم تشکیل بدم، 12 ضرب 5 میشه 60. 60 تقسیم 4 بازم چی میشه؟ 15 میشه. تا اینجا 4 مثال از تناسب از دریافت مقدارهای نامعلوم، البته از چی؟ از مقدار اول کار کردیم. بود از به ادامه فصل نسبت‌ها رسیدیم به یکی از درس‌های جدید دیگه به عنوان چی؟ عنوانی هست جز و کل. یعنی چی؟ یعنی دریافت مقدار جز و دریافت مقدار کل. جز و کل چی هسته؟ بعضی اوقات در بعضی از سوالات که هسته برای شما مقدار کل رو میدن، کل یک عدد برای شما میدن، کل یک شیء برای شما میدن، کل یک مقدار برای شما میدن، میگن شما برین جزئی رو شما پیدا بکنید. از رو کل برین چرا بکنیم؟ شما جزئی رو جدا بکنیم یا این رقم
یا گاهی اوقات که هسته مقدار جزء رو برای شما میدم میگم برای شما کلی رو پیدا بکنیم. حالا که همی جزء و کل که هسته در فصل نسبت همان که رو با هم بخونیم دو تا فرمول داره. برای پیدا کردن مقدار جزء باید ما مقدار کل ضرب نسبت بکنیم که داخل هر سوال نسبت داره، در موضوع جزء و کل در هر سوال یک نسبت داره. برای پیدا کردن مقدار کل باید ما جزء ضرب معکوس نسبت بکنیم، جزء ضرب معکوس نسبت. خوب توجه بکنیم، به اینجا مقدار جزء خواستیم ما کل ضرب نسبت کردیم، به اینجا مقدار کل هم کل به یک قسمت آمد، پس با چی کنیم؟ جزء باید ضرب نسبت نه معکوس نسبت بکنیم. برای دریافتی که برای دریافت مقدار جزء یک تعریف دیگه ما داریم، بخاطر از اینکه ما بفهمیم که یک مقدار کل به چند جزء مساوی تقسیم شده، ما میتونیم از فرمول چی؟ مقدار جزء مساوی میشه به کل ضرب نسبت استفاده بکنیم. که تک تک اینا رو باز 8 تا مثال حالا به کار بکنیم، تک تک اینا رو به مثال ها برشان تشریح میکنم که منظور از مقدار جزء چیه، منظور از مقدار کل چی هسته. مثال اول گفته شده که یک کشور که دارای 35 ولایت میباشد، یک بر هفتشان از خدمات اینترنتی مستفید هستند، پس چند ولایت از این خدمات مستفیدند؟ باز دوباره، یک کشور که دارای 35 ولایت می باشد، 35 ولایت جزء یا کل؟ خود گفته یک کشور 35 ولایت داره، پس کل ولایت چند شده؟ 35 تا. پس می نویسم مقدار کل مساوی میشه به 35. از 35 ولایت که هسته یک بر هفت اینا از خدمات اینترنتی مستفیدند، یک بر هفت چیه؟ نسبته. پس می نویسم نسبت مساوی میشه به یک بر هفت. حالا گفته شده پس چند ولایت از این خدمات مستفیدند، یعنی از این 35 ولایت که مقدار کله چند ولایت از این خدمات مستفیدند. خب چند ولایت یعنی چی؟ یعنی از 35 تا چند تا ولایت از خدمات مستفیدن، که از 35 تا که بگیم چند تا چی میشه؟ چند تا جزء میشه. یعنی شما بریم جزئی از 35 تا پیدا بکنیم که به خدمات اینترنتی چی باشن، دسترسی پیدا داشته باشن. خب پس مقدار چی از مایه؟ مقدار جزء مایه. علاوه سوالیه میگذارم برای اینکه ما مقدار جزء پیدا بکنیم، من از این فرمول کار میگیریم، مقدار جزء مساوی میشه به کل ضرب نسبت، کل ضرب نسبت. خب حالا دیگه سوال داریم آسان شد، ما تفکیک کردیم که از ما مقدار جزء مایه، پس بریم مقدار جزء پیدا کردیم کل ضرب نسبت میکنیم. کل چنده؟ 35. ضرب نسبت، نسبت ما چنده؟ یک بر هفت. خب 35 ضرب 1 میشه 35، 1 ضرب 7 میشه 7، 35 تقسیم 7 میشه چند؟ 5. پس این 5 چیه؟ مقدار جزء امانه. این 5 مقدار جزء امانه. حالا دیگه سوال حل شد. پس اگر یک کشور 35 ولایت داشته باشه، یک بر هفت اینا که از خدمات اینترنتی مستفیده دمید، یک بر هفت اینا چند ولایت میشه؟ 5 ولایت میشه. پس ببینیم که مقدار کل 35 بود، مقدار جزء چنده؟ 5. پس برای پیدا کردن مقدار جزء ما چکار میکنیم؟ کل ضرب نسبت میکنیم. یک تریک برای کار کردن این سوال، اگر خوب توجه بکنیم این سوال بدون پس بر کردن فرمول هم میتونیم ما جواب بدیم. چی کسان؟ ما داخل سوال خو یک نسبت داریم و یک کسر داریم و یک عدد داریم، یعنی 35. گفته شده که یک بر هفت 35 تا چیه؟ از خدمات اینترنتی مستفیدن. خب بیا ما این کار میکنیم، این یک بر هفت یعنی چی؟ یک بر هفت یعنی چی؟ اگر خود توجه بکنیم یعنی یک کشور یا یک چیز یا یک واحد هر چی که شما مایم بگیم اون به هفت حصه تقسیم کنیم، اون به هفت حصه تقسیم کنیم، یک حصه رو چی کنیم؟ بگیریم. تعریف کسر همین بود دیگه، مخرج چی نشان میداد، صورت چی نشان میداد. ما قبلا گفتیم یک برف این چی؟ یعنی که یک شیر شما اون هفت حصه کنیم، یک حصه رو چی بکنیم؟ بگیریم برای خود. حالا که همین یک شیر یک مقدار چیه؟ 35. خب ما میریم 35 هفت حصه میکنیم، 35 هفت حصه بکنیم چند تا میشه؟ 5 تا. خب چند تا از ما مایه؟ یکه. خب یکه میگیریم دیگه، 35 رو که تقسیم هفت بکنیم 5، 7 تا 5 حصه ای میشه، درسته؟ 7 تا 5 حصه ای، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7.
خب گفته چند استیر بگیریم؟ یک استیر. خانم یک استیر میگیرم. پس جواب چند میشه؟ 5 میشه. دیگه نیاز نداره که من فرمول از بر بکنم. بیشتر سوالاتی که در رابطه به جزء اوکنه شما میتونید به شکل تحلیلی خیلی راحت اونها پیدا بکنید. پس یک برف یعنی که یک شای 7 استیر بکنم، یک استیر بگیرم. حالا این یک شای میره سوال چه 35. 35 7 استیر بکنم، هر استیر 5 تایی میشه. گفته یک بگیرم. خب یک بگیرم پس میشه چند تا؟ 5 تا. جواب میشه 5 ولایت که جواب جزء ما چند شد؟ 5. سوال بعدی پس شد 5. گفته شده 4 بر 6 حصه قلم‌های وسیل احمد سیاه میباشد. 4 بر 6 چیه؟ نسبته. پس میگیم نسبت ما شد 4 بر 6. 4 بر 6 حصه قلم‌های شخص وسیل احمد سیاه میباشند. اگر او 12 دانه قلم سیاه داشته باشد دریابید که وی مجموعاً چند قلم داره. گفته بفهمید که شما مجموعاً چند قلم داره. پس دیگه کل رزمه ما هایه دیگه. جزء پس داده 12 تا کلر ببخشیم درسته؟ کل جزء برای ما داده 12 تا کلر از ما چی؟ درخواست کرده. طرف سوال اگه بینید دوباره 4 بر 6 سه قلم های وسیله من چیست؟ یایه. پس این شد نسبت ما. اگر 12 تا قلم داشته باشه حالا ما تا اینجا نمیفهمیم که جزء یا کل. ادامه اینا کنیم. دریابیم که وی مجموعاً چند قلم داره. پس از ما چی میاد؟ کل میاد. مجموعه نامعلومه. کل در از ما میاد. پس این دوازده چی میشه؟ جزء میشه. حالا برای پیدا کردن مقدار کل ما فرمول دیگه داریم. بگیریم جزء ضرب معکوس نسبت بکنیم. جزء ضرب معکوس نسبت بکنیم. جزء چیه؟ دوازده. ضرب معکوس نسبت 4 بر 6 معکوس چیه؟ 6 بر 4. میتونیم اختصار بکنم 1 4 4 3 4 12. 3 ضرب 6 هم چند میشه؟ 18. پس 4 بر 6 قلم های وسیله ها چیه؟ سیاهه. اگر اون 12 دانه قلم سیاه داشته باشه مگه شما پیدا کنید که مجموعا چند قلم داره؟ چند قلم داره؟ 18 تا قلم. من اونجا فهمیدم که کلی اون نامعلومه چون کلمه مجموعا هم داخل سوال. حالا اگر به این سوال جواب سوال چند شد؟ 18 شد. بنویسم 18. سوال بعدی گفته شده 2 بر 3 سه عدد 1200 مساوی به چیه؟ 2 بر 3 چیه نسبت مانه؟ بعد گفته عدد 1200 مساوی به چنده؟ حالا 1200 جزء یا کله؟ شما فکر میکنید. گفته شده 2 بر 3 حصه عدد 1200 مساوی به چنده؟ یعنی شما بگیم که اگر 1200 ما 2 بر 3 حصه رو پیدا بکنیم چند میشه؟ پس 1200 خودی کله از ما 2 بر 3 از این ماهی پس جز بر ماهی دیگه پس جز مساوی میشه به چی؟ خب برای پیدا کردن مقدار جز کل ضرب نسبت میکنیم. کل ما هست 1200 ضرب نسبت هم هست 2 بر 3. خب 1 3 3 4 3 12 400 ضرب دیگه چند میشه؟ 800. یک را برای کار کردن را بعدی 2 بر 3 یعنی چی؟ یعنی یک شیء 3 حصه بکنم 2 حصه رو بگیرم. حالا این شیء اینا به اینجا چی عدد دیگه؟ 1200 3 حصه میکنم میشه 400. 400 2 تا حصه میگیرم. 1200 اگه تقسیم 3 بکنم چند تا 400 میشه؟ 100 تا 400 میشه. 2 تا 400 رو میگیرم. 2 تا 400 چند میشه؟ 800. دیگه نیاز به فرمول ندارم. پس جواب سوال چند شد؟ 800. سوال بعد گفته شده 4 بر 5 حصه عدد 6000 مساوی به چیه؟ 4 بر 5 هست تا چی؟ نسبت ما. عدد 6000، حالا ببینیم 6000 کل یا جزءه؟ گفته شما بگیرین 4 بر 5 حصه 6000 رو پیدا بکنیم. از 6000 4 بر 5 حصه رو پیدا بکنیم. پس 6000 میشه کل ما از ما جزء مایه. از کجا بفهمم جزء مایه؟ چون 6000 رو گفته بریم 4 بر 5 ببینیم چند میشه. یعنی چه؟ یعنی 6000 رو بگیریم 5 حصه بکنیم ببینیم 4 3 چند میشه. پس جزء مایه دیگه نه. خب
حالا از اینکه من سوال کار بکنم نظر فرمول تحلیل میکنیم. 4 و 5 یعنی یک شیء 5 سه بکنم 4 استیار بگیرم. حالا شیء ما میگه چیه؟ عددیه 6000. 6000 رو 5 سه بکنم میشه چند تا؟ 1200 تا میشه. 1200 ضرب 4 بکنم یعنی 4 تا 1200 تایی که بگیرم میشه چند؟ 4800 تا. خب یه خود تحلیل بود. حالا بریم رو فرمول. برای دریافت مقدار جز کل ضرب نسبت میکنم. کل مزد 6 دونه هزاری ضرب نسبت مزد 4 بر 5. اگر اختصار بکنم 1 5 5 12 5 تا 60 دیتا صفر هم دارم. 1200 ضرب 4 میشه 4800. ببینید که با می راحتی شما میتونید جواب پیدا بکنید. سوال بعد گفته شده 20% عدد 1200 پیدا بکنیم. 20% عدد چند؟ 1200 پیدا بکنیم. اولی که بگیم 1200 کله. چرا؟ چون گفته 20% شما از 20% همه عدد پیدا بکنیم. پس این کل میشه 20% که پیدا میکنیم جز میشه. 20% عدد 1200 گفته پیدا بکنیم. 1200 بشه فکر کنیم چیه؟ کله. 20% که ما پیدا بکنیم جز میشه. پس از ما چیه؟ ما جز ما دیگه. حالا که اینجا شاید بگیم که به نسبت ما کجایه؟ ما هر عدد فیصد، هر عددی که به شکل فیصد نوشته شده باشه میتونیم به یک از کسرهای بنویسیم که مخرج چند باشه؟ 100 باشه. یعنی ما میتونیم اعداد فیصدی به کسرهای بنویسیم که مخرج اینا 100 باشه. خود علامه فیصد، فیصد یعنی درصد، فی یعنی در، صد یعنی 100 تا، یعنی یک بر 100. فیصد یعنی چی؟ یعنی یک بر 100. حالا به جای یک چند داریم؟ 20 داریم. پس میشه چند؟ 20 بر 100. به باز بعدا فیصد رو با هم خوب مفصل میخوانیم. پس 20% چی شد؟ نسبت میشه. خب حالا جز ما اینده که جز میشه کل ضرب نسبت. کل مست 1200 ضرب نسبت هم هست چند؟ 20%. خب این تا صفر به این تا صفر تمام میشه. 12 ضرب 20 ده 20 تا 200 تا تو 20 تا چه میشه؟ 240 تا. پس 20% عدد چند؟ 1200 چند میشه؟ 240 میشه. یک طریق برای کار کردن یا طریق بعدی شما بریم نگاه کنیم همین 1200 1% چند میشه؟ 1200 1% چند میشه؟ به خاطر اینکه ما بفهمیم 1200 1% چند میشه، 1200 تقسیم چی میکنیم؟ 100 میکنیم. اینجا خواهد اگر من مالا بگم 1200 1% میشه 12. بازم برای کار کردن یا شاید مثلا 1200 نباشه، شاید 2560 باشه. شما چه کار میکنیم؟ 1200 تقسیم 100 میکنیم. چی؟ 100% تقسیم 100 میکنیم معلوم میشه 100 تا میشه چند تا؟ 100 تا میمونه 20 تا دیگه. صفر پای میکنم 200. 200 تقسیم 100 میشه 2. 200 تا میشه 200 تا. چند شد؟ 0. پس جواب چی میشه؟ 12. 1% پیدا کردم شد 12. حالا از من چند فیصد مایه؟ 20%. 20 ضرب 12 بکنم چند میشه؟ 240 میشه. میبینیم پس براحتی سوال کار شد. پس چی نسبت باشه چی فیصد باشه در سوال ما و در فرمول ما مشکل ایجاد نمیکنه. سوال بعد گفته شده 3 بر 50 حصه عدد 200.56 چنده؟ 3 بر 50 خود واضحه دیگه که چیه؟ نسبت ماه. گفته شده 3 بر 50 حصه همین عدد چند میشه؟ پس این عدد حتما عدد کل دیگه. این کل که 3 بر 50 حصه باز میشه جز. یعنی چی؟ یعنی شما بریم 200.56 تر 3 بر 50 حصه رو پیدا کنیم. یا به عبارت دیگه شما بریم 200.56 تر 50 حصه کنیم 3 حصه رو بگیم چند میشه. پس چی باید از ما؟ جز امایه دیگه. 3 حصه امایه از 50 حصه 3 حصه امایه. 50 حصه کله، 3 حصه چیه؟ جز. خب بره پیدا کنیم جز چکار میکنم؟ کل ضربه نسبت. کل به چنده؟ 200.56 ضرب نسبت هم هست 3 بر 50. به دیگه اگه اختصار کرده نمیتونم چون چیه؟ اشاریه. مجبور شدن در صورت مخرج در مخرج ضرب میکنم. 3 6 تا میشه 18 تا. حاصل از 1 0 5 15 و 1 16. حاصل از 1 3 0 به 0 1 1 3 0 به 0 3 2 به 6 تا. چند خانه اشار دارم؟ 2 تا. 1 و 2 بر چند؟ بر 50. که اگر 601 اشاریه 6 8 تقسیم 50 بکنیم میشه 12 اشاریه 0 3 3 6. پس جواب چند شد؟ 12 اشاریه 0 3 3 6. برای تحلیلیو
سعی بر پیا یعنی چه؟ یعنی یک شعر بگیرم 50 هسته کنم سعی 30 رو بگیرم. حالا شعی همه به اینجا چی عدد دیگه؟ 256 تا بگیرم 50 هسته کنم بینم هر 30 چند میشه؟ برای تو ضرب 3 میکنم یا 3 سر میگیرم که بشه چند؟ 12 0 3 3 6. سوال بعدی گفته شده یک بر پنج عدد 384 میشه یه به چند؟ میبینیم معنی سوالات جزء کلن به چند عبارت نمیشتم که با هم به همه شما بفهمیم اونو درک بکنیم. مثال بعدی گفته شده یک بر پنج عدد 384 مساوی میشه به چند؟ یک بر پنج خب میفهمیم نسبت یا کسری دیگه هیچ. 384 جزء یا کله؟ گفته شما بگیم که یک بر پنج همی عدد چند میشه؟ یه عدد پس کل میشه یک بر پنج رو که بدست بریم چی میشه؟ جز میشه. اگر تحلیل بکنم یعنی بگیرم همی عدد پنج سه بکنم یک سی رو پیدا کنم پس یک سی جز دیگه از عدد یک سی رو بگیرم میشه جز. ولی پیدا کردن جز کل ضرب نسبت میکنم 30.4 ضرب نسبت یک بر پنج 30.4 ضرب یک میشه 30.4 یک ضرب پنج هم میشه پنج. 3.4 تقسیم پنج بکنیم میشه 6.08. چند میشه 6.08؟ منم یه امتحان هم میکنیم 3.4 تقسیم پنج 6 5 تا میشه 30 تا 0.8 رسیدیم. 4 پایین میکنم به سر پنج نمیخوره یک صفر بالا یک صفر پایین 8 5 تا 40 تا چند شد؟ 0. جواب میشه پس 6.08. برای امتحانه که بینیم درست هست یا نه 6.08 ضرب چی میکنیم؟ 5 میکنیم. 6.08 ضرب 5 که بکنیم ببینیم جواب میشه درست یا نه. خب این کار رو میکنم 6.08 ضرب 5 5 8 تا 40 تا حاصل از 4 5 0 0 خالی 4 میشه 4 5 6 تا 30 تا چند خود اشار دارم؟ 2 تا 1 2 میشه چند؟ 3.4 که 0 بر از 4 هم در اشار معنی نمیده. آخرین سوال از دریافت مقدار جز گفته شده 35% عدد 10500 برابر به چند؟ 35% گفتم که میتونیم به جا فیصد 100 بنویسیم یعنی 35 و 100 پس فیصد رو پاک میکنم ایچی شد نسبت عدد چند؟ 10500 برابر است به خب ایچی میشه کل میشه از اون چیه مایه؟ جزء مایه. از کجا میفهمم جزء مایه؟ گفته 35% همی عدد چند میشه؟ یه عدد پس کل شد دیگه 35 و چی میشه؟ 35 30 و باز میشه جزء. یکی دیگه یعنی بگیریم شما همی عدد 100 حصه بکنید 35 30 ببینیم چند میشه. 35 30 جزء دیگه 100 چیه؟ کل یه همه از هر دو طریق میتونیم کار کنیم. هم بگیریم 10500 تقسیم 100 بکنیم که یک سه وجود بیایه باز همون یک سه ضرب 35 بکنیم یک از این فرمول کار کنیم کل ضرب نسبت کل از 10500 ضرب نسبت هم از 35% ای دو صفر به ای دو صفر چی میشه؟ تمام میشه 105 ضرب 35 5 5 تا میشه 25 حاصل از 2 5 0 0 2 2 5 1 هم میشه 5 3 5 15 حاصل از 1 3 1 3 0 به 0 1 1 3 1 هم به 0 میشه 5 7 6 3 پس جواب چی میشه؟ میشه 3675 پس 35 اگر همین عدد 100 حساب بکنم 35 سی چند میشه؟ میشه 3675 میشه. بریم از طریق دوم کار رو کنیم ببینیم میشه یا نه. طریقی که خود ما تحلیل کردیم گفتیم که 35% یعنی یک شی بگیرم 100 حساب بکنم 35 سی بگیرم. خب یک شی 100 حساب بکنم شی میشه یک عدد دیگه 10500 که تقسیم چند میکنم؟ 100 چرا؟ چون یک سه پیدا باشه که یک سه میشه 105 بازم کار میکنیم یک صد تا میشه 100 تا 5 میمونه به سر 100 نمیخوره صفر پای میکنم به سر 100 نمیخوره یک صفر بالا یک صفر پای بالا 500 تا میشه چند تا؟ 500 بعد جواب چی شد؟ 105 شد. حالا 105 ضرب 35 میکنه میشه 3675. پس تا اینجا ما 8 مثال با هم کار کردیم که از 8 مثال یک مثال از مقدار کل بود 7 مثال دیگه از چی بود؟ از مقدار جزء. حالا سوالایی با هم کار می‌کنیم که داخل اینا مقدار کل نامعلوم باشه و ما بریم اون پیدا بکنیم.
سوالاتی که برای دریافت مقدار جزء بود همه با هم کار کردیم. حالا میرسیم به بخش دریافت مقدار کل از چی؟ از جزء. یعنی مقدار جزء برای آمده مقدار کل مایه. دریافت چی؟ مقدار کل از رو جزء. جزء آمده کل از ما مایه. خب طبق مثال کار میکنیم. گفته شده که عدد 540 عبارت از 3/4 حصه کدام عدد میگردد؟ چرا سوالات زیاد نمیشون؟ چون که همین موضوع ما که به چند عبارت به شما تفهیم بشه. اولی که مقدار کل فرمولی هست جزء ضرب معکوس نسبت. معکوس نسبت ما میتونیم تمام سوالاتی که برای دریافت مقدار کل به کار میره به دو طریق کار کنیم. یکی از طریق مجهول بودن که ایران بگم باز چیه، یکی از طریق فرمول. خب بریم سر سوال. سوال گفته شده که عدد 540 عبارت از 3/4 سه کدام عدد میگردد؟ اولی که 3/4 میگیم که چی مانه؟ نسبت مانه. 540 که هسته مقدار جزء مانه، از ما چی لازم داره؟ کله. ما گفتیم دریافت مقدار کل از رو چی؟ از رو جزءه. 540 برای ما داده، نسبت برای ما داده، 540 چی؟ جزء ماره. کل رو از ما خواسته. اگه خوب به طرف سوال ببینیم میفهمیم که چرا بگیم کل. عدد 540 عبارت از 3/4 سه کدام عدد میگردن؟ یعنی همین عددی که ما پیدا کردیم اول به 4 سه تقسیم کنیم، 3 سه میگم چی بشه؟ 540. 540 عبارت از 3/4 سه کدام عدد میگردن؟ یعنی همون عدد که هسته طور پیدا بکنیم 3/4 شم شده 540 شده. و پس 540 جزء میشه دیگه. چرا؟ چون که 3/4 گرفته شده از اون دیگه. کل یه 4 سیه. که 4 سه 3 سیه شده 540. پس 540 چیه؟ جزءه. خود عددی که ما پیدا بکنیم خود عدد چیه؟ کل بمانه. خب اول از این فرمول کار بکنیم. فرمول بریم کل که هسته اینه که ما چی بکنیم؟ جزءه. جزء چیه؟ 540 ضرب معکوس نسبت بکنیم. 3/4 معکوس میشه چند؟ 4/3. خب احتساب میتونیم بکنیم. 1 3 3، 1 6 6، 8 6 24 0، 180 ضرب چند؟ ضرب 4 که میشه 720. پس 3/4 حصه 720 شده چند؟ 540. 720 پس چیه؟ کله. حالا بریم امتحان. ما گفتیم که 3/4 حصه اما عددی که ما پیدا بکنیم باید چی بشه؟ 540 بشه. 720 تقسیم 4 میکنم، هر سیه میشه 180 تا. 180 ضرب 3 بکنم چند میشه؟ 540. یک طریق برای کار کردن که از روی چی؟ از روی فرموله. طریق بعدی که از طریق مجهول بودنه. گفته شده که 3/4 سه کدام عدد، 3/4 سه کدام عدد مساوی میشه به 540. این یعنی چی؟ نمبر. نمبر یعنی چی؟ شماره، عدد. به جایی میتونم چی بگذارم؟ میتونم x بگذارم. هر چی شما بتونید بگذارم. خلاصه مشهوله دیگه. 3/4 سه کدو عدد 540 میشه. خب این با 3/4 در حالت چیه؟ ضربه. 3 ضربه این میشه 109 این. مخرج نداره یک میدونم. 4 ضربه یک هم میشه چند؟ 4. 540 هم مخرج نداره. مخرج چنده؟ یک. حالا طرف این نکنیم وسط این. تناسب شد دیگه. در تناسب طرف این وسط اینه. طرف این. سه این ضرب یک میشه 109 این. الان مساوی مساوی 4 ضرب 540. اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم. ضریب مجهول چیه؟ مجهول ما خواهیم. ضریب چیه؟ سه. اطراف تقسیم سه میکنیم. این سه با این سه تمام میشه. 1 3 3، 1 3 3، 8 3 4، 0. 4 ضرب 180 چند میشه؟ میشه 720. میبینیم که از هر دو طریق کردن جواب چی شد؟ 720 شد. پس برای کار کردن سوالاتی که ما کل لازم داریم چکار میکنیم؟ ما دو طریق داریم. یک طریق فرمول که جزء ضرب معکوس نسبت، یکم طریق چی؟ مجهول. از طریق مجهول میتونیم ما پیدا بکنیم که من هر دو طریق برای شما کار میکنم. پس جواب شد 720. سوال بعدی گفته شده 60% کدام عدد میشه 300؟ 60%
به نسبت کنشان بدون گفتم فیصد علامه چیه؟ صده. پس بنویسم صد. این شد چی ما نسبت ما؟ حالا گفته 60% کدو عدد میشه 300. اینه همه عدد شما پیدا بکنیم 60% که بشه 300. همه عدد چیه؟ کل. پس کل چیه؟ نامعلومه. ولی جز ایر به ما داده. یعنی 60% برای ما داده. 60% همه عدد چند شده؟ 300 شده. فقط جز ایر شده 300. خب. تقریه اگر بکنیم چی را ما گفتیم کل مجوله؟ کجا فهمیدیم؟ 60% کدو عدد میشه 300. کدو عدد که 60% میشه 300. خب 60% چیه؟ مقدار جز هست یا نه؟ کل عدد 100%. ما 60% به ما داده. 60% چند داده؟ 300 داده. خب 60% چی شد؟ یک مقدار از 100% شد دیگه. پس همون یک مقدار چیه؟ جز کنه. جز داده 300، کل از ما خواسته. دو طریق برای کار کردن. طریق اول طریق فرموله. جز ضرب معکوس نسبت. جز هست 300 ضرب معکوس نسبت هست 60% که میشه 160. بازم یک دونه صفر با یک دونه صفر تمام میشه. یک شیش شیش پنج شیش تا سی تا پنج ضرب صد هم میشه 500. پس 60% عدد چی؟ 500 میشه چند؟ 300. 60% 500 میشه چند؟ 300. برای امتحان چه کار میکنم؟ 500 بگم 1% پیدا میکنم. 500 که 1% پیدا کنم 500 تقسیم 100 میکنم چون 100% میگم. 500 خود 100% 1% تقسیم 100 میکنم معلوم میشه. 500 تا چند تا؟ 500 تا. پس 1% چند شد؟ 5. حالا 60% ما 60 ضرب 5 میکنم میشه چند؟ 300. ببینیم برای ما جواب داد. پس بگیم جواب سوال درسته. یک طریق برای کار کردن طریق بعدی طریق مجهوله. از طریق مجهوله میتونم پیدا بکنم. گفته شده 60% کدو عدد میشه 300. 60% میشه چند؟ 60%. 60% فیصد 60% کدو عدد، یعنی عدد چی میگفتیم؟ n میگفتیم. میشه به چند میشه؟ میشه به 300 میشه. خب 60 ضرب n میشه 60 کنه n. مخرج داره مخرج 1 100 ضرب 1 میشه 100 مساوی 300 بر مخرج داره مخرج 1 طرفین وسطین 60 n ضرب 1 میشه 60 کنه n مساوی میشه 100 ضرب 300 اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم. ضریب مجهول ما n ضریبی هست 60 تقسیم 60 میکنیم. یه 60 بزی 60 خلاص. یک صفر هم به یک صفر تمام. یک 6 تا 6 تا 5 6 تا 30 تا 5 ضرب 100 هم بشه چند؟ 500. میریم که از هر دو طریق با ما جواب داد. یک طریق هم ثبوت کردیم و اثبات شد که جواب چی میشه؟ 500 میشه. بعد جواب سوال شد 500. سوال بعد گفته شده 5 بر 8 حصه کدام عدد مساوی به 400 میشه. 5 بر 8 ما چیه؟ نسبت مانه؟ کدو عدد بشه 400. 400 که هسته جزء امانه کل رزما خواسته. اگر فهمیدون کل مایه چون گفته 5 بر 8 کدو عدد میشه 400. یعنی همون عدد که شما پیدا کردین اگر 8 حصه بکنیم 5 حصه چی میشه 400 باشه. و زمانه که 5 حصه 400 باشه 5 خواه چیه؟ جزء دیگه. چون کلی و 8 حصه 5 حصه رو ما میگیریم. خب 5 حصه چی میشه از 8 حصه؟ جزء میشه. کل رو پیدا بکنیم چی میکنیم؟ جزده، یعنی 400 ضرب معکوس نسبت میکنیم. 5 برد میشه 8 بر 5. 1 بر 5 8 بر 40 0 8 ضرب 8 ضرب 8 میشه 640. پس میگیم که کل میشه چند؟ 640. برای امتحان ببینیم 400 میشه یا نه. گفتیم که 5 برش یعنی بگیرم یک چیز یک شیء یک مقدار 8 حصه بکنم 5 حصه بگیرم. اگر 640 8 حصه بکنم چند میشه؟ 80. 80 ضرب دوستم 640 که 8 حصه بکنم میشه 80. 80 ضرب 5 چند میشه؟ 400 میشه. پس جواب چیه؟ درسته. یک طریق برای کار کردن بود. طریق دوم طریق مجهوله. طریق مجهول که هسته گفته 5 بر 8 حصه کدام عدد. تا اینجا چیه؟ کدام یه چیه؟ مجهوله. پس میگم 5 بر 8 کدو عدد که این باشه مساوی به چی میشه؟ 400. 5 ضرب n میشه 5 دونه n. 8 ضرب 1 میشه 8. 400 بر چند؟ 1. طرف این بسطه این 5 n ضرب 1 میشه 5 دونه n مساوی میشه به 8 ضرب 400. 8 ضرب 400. چرا شاید بگیم ضرب نمی کنه؟ چون اختصار بشه راحت تر. این 5 این 5 5 به 5 تمام. 1 5 5 8 5 4 0 8 ضرب 8 میشه 300 و 4. پس ببینیم که از هر طریقی که ما کار بکنیم جواب همون جواب میشه.
حالا میل با شما نه که از خودی طریق شما راحت تره. به نظر من طریق مجهول بهتر تره. چرا؟ چون کار وقتا فرمول فراموش میکنه آدم بهتره که همین طریق کار کنه. مثال بعدی گفته اگر یک عدد رو به پنج استه مساوی تقسیم بکنی، یک عدد بگیریم پنج استه مساوی تقسیم بکنی، چهار استه میشه چند؟ 500. چهار استه میشه 500. کل عدد گفته شما پیدا بکنیم. خود گفته کل پیدا بکنیم. پس کل مساوی سوالیه. اگر یک عدد به پنج استه مساوی تقسیم بکنیم، تقسیم شدگی به چی نشون به مخرجشون میدادن یا نه؟ گرفته شدگی به چی نشون میدادن؟ به صورت. چهار بر پنج استه چند شده؟ 500. قسمت های تقسیم شده در کسرها به مخرجشون میدادن، قسمت های گرفته شده به صورت. خود چهار بر پنج. چهار بر پنج چیه نسبت مانه؟ یعنی چی میشه؟ جز میشه. حالا کل مایل، کل چی رو هم پیدا کنیم؟ جز ضرب معکوس نسبت. جز هست 500، ضرب معکوس نسبت 4 بر 5 میشه 5 بر 4. یک چهار تا 8 تا 5 4 تا 25 تا 125 ضرب 5 اگر بکنیم میشه 625. بعد جواب چی میشه؟ میشه 625. حالا بریم 625 5 هسته کنیم میشه 125. ضرب 4 بکنه میشه چند؟ 500. میبینیم که جواب چیه؟ درسته. طریق دوم همون طریقی که ما برای شما گفتم، از طریق مجهول میتونیم این پیدا بکنیم. سوال بعد گفته 7 بر 5 استه کدوم عدد میشه به 49؟ 7 بر 5 خب میفهمیم که چیه نسبته. میشه به چیه؟ 49.7. خب گفته 7 بر 5 استه کدوم عدد میشه 49.7؟ یعنی همون عدد چیه؟ کلیه. 7 بر 5 شده 49.7. پس این چی میشه؟ جز میشه. کل در از ما درخواست کرده. یعنی شما بریم کل در پیدا کنیم، 7 بر 5 میگن چند بشه؟ 49.7 بشه. خب کل در از ما خواسته جز 49.7 ضرب معکوس نسبت 7 بر 5 میشه 5 بر 7. اختصار میتونم بکنم یک هفتا هفتا هفت هفتا چهل و نه تا یک هفتا هفتا عشر دونم میام عشر هفت عشر یک ضرب پنج هفت پنج تا سی و پنج تا عشر یک پنج تا پنج تا. پس چی میگم؟ میگم هفت بر پنج حصه عدد سی و پنج عشر یک پنج میشه چهل و نه عشر یک هفت. چهل و نه عشر هفت. و جواب سوال چی شد؟ سی و پنج عشر یک پنج. اگه یک طریق دیگه هم کار بکنیم، طریق چیه مجهوله؟ 7 بر 5 سه کدو عدد؟ یعنی کدام چیه مجهول؟ 7 بر 5 حالا بجا اندکس میگذارم کدو عدد میشه میشه به 49.7. خب 7 ضرب x میشه 7 دونه x، 5 ضرب 1 میشه 5 سه میشه به 49.7 بر 1. 7 x ضرب 1 میشه 7 دونه x میشه میشه به 5 ضرب 49.7. 5 ضرب 49.7 اطراف تقسیم ضریب مجهول یعنی 7 میکنیم. 7 به 7 تمام میشه 49.7 تقسیم 7 میکنم. اول 49.7 تقسیم 7 7 افتار میشه 49 تا 0 0 اشار 7 پایی میکنم 1 افتار میشه به 7 میشه 7 اشار 1. 7 اشار 1 ضرب 5 7 اشار 1 ضرب 5 5 یکی به 5 تا 5 افتان 35 تا یک هم خونه داریم 35 اشاری 5 و جواب میشه 35 اشاری 5. میریم که از هر طریقی که سوال کار بکنیم بازم شما به جواب میتونیم برسیم. سوال بعدی گفته شده 5 بر 3 حصه کدو عدد میشه 390. دقیقه رو فرمول کار از فرمول هم میشه مجهول هم میشه. اول از مجهول 5 بر 3 حصه کدو عدد یعنی x، x چی همون عدد کنیز مجبوله میشه 390. خب 5 بر 5 ضرب x میشه 5 دونه x، 3 ضرب 1 هم میشه 3 مساوی میشه به 390 بر 1. 5x ضرب 1 میشه 5 دونه x مساوی میشه به 3 ضرب 390. اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم یعنی 5 5 به 5 تمام 1 5 تا 5 تا 7 5 تا 35 تا 8 5 تا 40 تا 3 ضرب 78 3 ضرب 7 210 3 8 24 میشه 234. یک طریق برای کار کردن طریق دیگه از طریق فرموله.
ترک فرمول چی بود؟ مقدار جز ضرب معکوس نسبت. مقدار جز هسته 390 ضرب معکوس نسبت 5 بر 3 میشه 3 بر 5. 1.5 7.35 مثلا از 4 40 ضرب تقسیم 5 میشه چند؟ 8. 78 ضرب 3 78 ضرب 3 324 تاثر از 2 صرف 21 و 2 هم میشه 22. 6 24 اصل از 2 صرف 21 و 2 هم میشه 23. چند شد بازم جا؟ 234 شد. پس میگنیم که میتونیم ما بعدی دیگه جواب به دست بیاریم. و آخرین سوال ببینیم که جز ببخشیم سوال بعدی که هسته آخری هنوز مانده گفته شده که در یک قلم یک بر چهار سی و رنگ آبیه. یک قلم یک بر چهار سی و که نسبت ما هسته رنگ آبی و طول این قلم هسته 8 سانتی متر. طول این قلم طول کلی خوب گفته دیگه، پس چی میشه؟ کل میشه. حالا گفته طول فاقد رنگ بگیم، پس از ما چی مایه؟ جز نمایه. خب برای پیدا کردن جز سکار میکنیم، ما کل ضرب نسبت میکنیم، یعنی 8 ضرب 1 بر 4. 8 ضرب 1 میشه 8 بر 4 میشه چند؟ 2 سانتی متر. پس همون طول فاقد رنگ چنده؟ 2 سانتی متر. این سوال پس چی شده؟ برای دریافت مقدار جز ما چکار میکنیم؟ کل ضرب نسبت میکنیم. این بود از چی؟ از جز بود. سوال ها قبلی هم از چی بود؟ از کل. تعلیل به این سوال ها خیلی مهمه. و آخرین سوال گفته شده 10.5% کدو عدد مساوی به 60 بشه. 10.5% کدو عدد یعنی x مساوی به چی بشه؟ به 60. ده اشاری پنج بتونم بنویسم؟ 10.5 بر 100 x مساوی به 60. بله، علاوه بر فیصد همه چیز صد. حالا 10.5 ضرب x میشه 10.5 تون x بر 100 خود 100 مساوی میشه به 60 بر 1. خب 10.5 ضرب x میشه 10.5 x 100 ضرب 60 هم میشه 6 تون هزاری. 6 تون هزاری. خب اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم، یعنی 10.5 10.5 6000 که تقسیم 10.5 بکنیم میشه 571.4. 571.4 چند میشه؟ 4 میشه. که باز این رو کار کردم اشاری هنوز ادامه داره، فقط می یک خانه اشاری بزنم. 571.4 میشه. پس 10.5% 571.4 چند میشه؟ 60 میشه. اگر همین تم حساب بکنیم اشاری فکر نکنیم، 570 فکر این فکر کنیم. 570 10% چند میشه؟ 57. 570 10% 57 میشه. خب 57 74 هم خدا داره، 1 هم خدا داره، پس چند شد؟ 60 شد. از طریق دیگر کار بکنیم، از طریق فرمول هم اگر کار بکنیم باید همین جواب بیرو بشه. فرمول چیه؟ مقدار کل داره از ما ماید. برای پیدا کردن مقدار کل، مقدار جزء یعنی چند؟ یعنی 60 ضرب معکوس نسبت میکنیم. معکوس نسبت 10.5 میشه چند؟ 100 بر 10.5. 60 ضرب 100 میشه 6000. تقسیم 10.5 میکنیم میشه چند؟ بازم 571.4 میشه. این بود از سوالاتی که برای دریافت مقدار جزء از کل و برای دریافت مقدار کل از جزء ما پیدا کردیم. 8 مثال در کلیپ قبلی ما هم خوندیم و 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 8 مثال هم در این کلیپ. در مجموع میشه 16 مثال. امیدوارم که این درس به خوبی درک کرده باشیم. موضوع بعدی که ما با هم شروع بکنیم موضوعی به نام تقسیم به نسبت معینه یا تقسیم به نسبت تعیین شده یا اصطلاح سوم در که در کتاب‌های جدید آمده به نام تقسیم به اجزای متناسبه هم یاد میشه. حالا این تقسیم به نسبت معینه یا تقسیم به نسبت تعیین شده چی هسته؟ میگم هرگاه خواسته باشیم یک مقدار، حالا مقدار میتونه هر چی باشه. مقدار مثلا میتونه پول باشه، ده افغانی، صد افغانی. مقدار میتونه 10 تا کتابچه باشه. مقدار میتونه مثلا 10 کیلو برنج باشه، هر چی میتونه باشه. همیگه هرگاه همین تقسیم نسبت معینه چیه؟ هرگاه ما خواسته باشیم یک مقدار
به نسبت های معین تقسیم بکنیم، به اینجا باید ما سه مرحله پشت سر بگذاریم. سه مرحله باید چی بکنیم؟ تهی بکنیم. تهی همی سه مرحله در جریان همی سه مرحله میتونیم ما به چی برسیم؟ به تقسیم، به نسبت معینه. چرا میگن به نسبت معینه؟ یک مقدار ما تقسیم میکنیم بین نسبت هایی که از قبل چی شدن؟ تعیین شدن، معین شدن، مشخص شدن. به خاطر این چی میگن؟ میگن تقسیم به نسبت معینه یا تعیین شده میگن. بعد طبق مثال، مثال های زیادی در داری بارید کار میکنیم. سه مرحله هم که تعیین میکنیم ما به هر مثال برای شما میگم که باید چی را هم بیسوال کار میکنیم. مثلا در سوال اول گفته شده پدری میخواهد 180 افغانی را به سه پسرش. 180 افغانی چیه؟ مقدار هست یا نه؟ پس این 180 افغانی میگیم شد مقدار. این مینویس مالا اینجی مقدار تعیین شده هست 180 افغانی. خب پدری میخواهد 180 افغانی به سه پسرش به نسبت سنهایشان. میبینیم گفته به نسبت سنها، پس نسبت تعیین شد دیگه. نسبت چی شد؟ معین شد، نسبت مشخص شد. ما این پدر 180 افغانی به نسبت سنها چکار بکنه؟ تقسیم بکنه به نسبت سنها. پس نسبت معینم چی آره؟ به نسبت سنهایش هم تقسیم نماید. انا کلمه چی آماد؟ تقسیم. پس درسته میگیم تقسیم آماد نسبت به سنها، سن معین کرد، نسبت معین کرد، معینم آماد، پول یا مقدار معینه، پس شد نسبت به تقسیم به نسبت معینه. خب نوید اگر آنها یعنی این پسرها به ترتیب باشن 8، 10 و 12 ساله، پس نسبت سنها چیه؟ 8، 10 و 12 ساله. سهم هر یک را بیابید، سهم هر یک را بیابید. پس متوجه شدیم که ما چرا میگیم تقسیم به نسبت معینه. اول اگه تقسیم میگیم چون به هر سوالی که در این مورد مطرح میشه کلمه تقسیم باید باشه، یا به طور غیر مستقیم بگه تقسیم بکنیم. یکه به نسبت معینه چرا میگن؟ چون هم مقدار معین میکنه و هم نسبت ها به یک چیزی معینه. حالا این نسبت به چی معینه؟ به سن، به سن های میش پسرها معینه. بخاطر میگن تقسیم به نسبت معینه میگن. خب بعد اینکه ما سوالات تقسیم به نسبت معینه رو کار بکنیم، گفتم سه مرحله باید طی بکنیم. این سه مرحله چی هستن؟ مرحله اول، در مرحله اول نسبت ها رو جمع میکنیم. جمع نسبت ها. خب جمع میکنیم ما 8، جمع 10، جمع 12 که جمع بکنیم میشه 30. در مرحله دوم مقدار داده شده تقسیم حاصل جمع میکنیم، یا تقسیم چی میکنیم؟ مجموع همین سه عدد میکنیم. مقدار داده شده چیه؟ 180. به یک قسمت هم بنویشم مقدار تعیین شده هست 180. تقسیم حاصل جمع چند شد؟ 30. که جواب چند میشه؟ 180 تقسیم 30 60. در مرحله سوم حاصل تقسیم ضرب هر یک از چی میکنیم؟ نسبت ها. اینم شد سه مرحله. حاصل تقسیم چند شد؟ شد 60. 60 ضرب هر یک از نسبت ها میکنم. نسبت اول از 8 هست 8، پس ضرب 8 میکنم، راست این هم 6 میشه دیگه. 6 ضرب نسبت بعدی است 12 و 6 ضرب 10. خب 6 8 میشه 48 افغانی. 6 ضرب 12 میشه 6 ضرب 5 12 تا 60 تا 72 تا 72 افغانی. و 6 ضرب 10 میشه 60 افغانی. خب پس ما چی میگیم؟ میگیم به پسر یا پسر همین پدر که هست، همین به اون پسر که 8 ساله 48 افغانی پول میرسه، به پسر که 12 ساله 72 افغانی پول میرسه، و به پسر که 10 ساله 4 افغانی پول میرسه 60 افغانی. میبینیم که ما همین سه مرحله را اگر پیش ببریم به مرحله سوم به چی میرسیم؟ به
جواب میرسیم. چرا میگن تقسیم به نسبت تعیین شده؟ چرا میگن تقسیم به نسبت تعیین شده؟ چرا؟ چون که تک تک همین اعداد، تک تک همین نسبت ها با مقدار که برای اومدن چی میکنیم؟ ما تقسیم میکنیم تا به چی برسیم؟ به جواب برسیم. حالا بریم تا آن همین سه عدده که به دست آوردن جمع بکنیم. اگر 180 شد میگیم جواب درسته. چرا؟ چون این صدت باید مثلی به چی بشه؟ پول بشه دیگه. 48 و 72، 8 و 2 میشه 10 سال از 1، 7 و 4 هم 13 و 1، 440. 140 جمع 60، 8 و 2 میشه 10، 0 حاصل از 1، 4 و 1 5، 5 و 7 میشه 12، 120، 120 و 1 60 میشه چند؟ 180. پس میگیم جواب ما درسته. که اگر اینجا جمع بکنیم 72 60، چون که به شک نشیم باز 8 و 2 میشه 10 حاصل از 1، 4 و 1 5، 5 و 7 12، 12 و 6 هم میشه 18، 180 هستم. پس ما چیکار میکنیم در سوالات تقسیم نسبت معینه؟ اول نسبت ها رو جمع میکنیم، جواب نسبت ها رو مقدار داده شده تقسیم حاصل همین نسبت ها میکنیم که جمع کردیم، و بعد از اون حاصل تقسیم ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم، جواب ما به دست میاد. این بود از سوال اولی. او سه گزینه نمون جیمه نمیسون سوال بعدی تا همین کار میکنیم. سوال دوم گفته شده که مبلغ 27000 افغانی، یعنی مقدار برای ما داد. مقدار چنده؟ 27000 افغانیه. خب پس من ایشون به قسمت مقدار 27000 افغان. به نسبت 4 بر 5 بین حامد و حمید تقسیم کنیم. نسبت به ما داده 4 بر 5 گفته شده بین کی و کی؟ حامد و حمید تقسیم نموده. سهم هر کدوم مشخص کنیم، سهم را مشخص کنیم. خب اگه طرف سوال ببینیم مقدار برای ما معین کرده، گفته 27000 افغانی، این خواهی یک چیز. به نسبت 4 بر 5 نسبت برای ما داده، نسبت را معین کرده، همین نسبت بین کی و کی باشه؟ حامید و حمید. این نسبت معین شد برای از کلمه تقسیم آماد. خب مقدار معین، نسبت معین، تقسیم آمار، پس میشه تقسیم به نسبت معینه. سوال رقم چی شد؟ درک شد، فهمیده شد، تعریف شد. حالا سر معنی که گفته مشخص بکنید. 4 بر 5 یعنی چی؟ اول اسم کی آمده؟ اول اسم حامد آمده. پس صورت میشه حامد، مخرج میشه کی؟ حمید. چون دوم حمید آمده. یعنی چی؟ یعنی شما 27000 افغانی، از 27000 افغانی 4 سیو از حامده، 5 سیو از کینه؟ از حمیده. 4 صامد، 5 سه حمید. حالا ما کار میکنیم. اول گفته شده نسبت ها جمع بکنیم. نسبت ما چی به اینجا؟ 4 بر 5 همین جمع میکنیم. در نسبت ها کسی، یعنی در نسبت های گوشه به کسره همیشه صورت جمع مخرج میشه. یعنی چی؟ یعنی گزینه اول که گفتیم نسبت ها جمع میشه 4 بر 5 بینه. 4 بر 5 مثل 4 جمع 5 که مثل جواب چند؟ 9. اگر نسبت شما کسر بود صورت جمع مخرج بکنیم، 4 جمع 5 میشه 9. حالا برای دوم مقدار داده شده، یعنی 27000 افغانی تقسیم حاصل جمع که چیه؟ 9 بکنیم. 1 9 تا 9 تا 3 9 تا 27 تا 3 تا 0 داره میشه 3000 افغانی. و در مرحله آخر حاصل تقسیم که شده 3000 افغانی ضرب به هر یک از نسبت ها بکنیم. نسبت ها ما چیه؟ 4 بر 5 صورت هم یک نسبت، مخرج هم یک نسبتیه. البته در چی؟ در تقسیم به نسبت معینه. یعنی 4 هم به نوبه خود نسبت بشه، 5 هم نسبت بشه. خب 3000 افغانی یعنی بگیرم ضرب 4 هم بکنم، یعنی ضرب صورت هم بکنم، 3000 افغانی ضرب مخرج هم بکنم که هست 5. 3000 ضرب 4000، 3 4 تا میشه 12 تا، 12000، 3 ضرب 5 هم میشه 15، 3 تا 3 میشه 15000 افغانی. چرا ضرب 4 و 5 کردم؟ گفتم که از این پول نگرم 4 3 از حامد باشه، 5 3 از حمید باشه دیگه. اما 3000 رو پیدا کردم، از 3000 از 27000 3000 ضرب 4 کنم، 4 3 از 1 نفر میشه، ضرب 5 بکنم 500 نفر دیگه. حالش به یک نفر میرسه 12000، یعنی برای حامد که 4 3 میشه 12000 و برای حمید که 5 3 میمونه 15000. یعنی این 5 بیشتر گرفت، این 4 کمتر گرفت. حالا برای امتحان 12 و 15 جمع بکنیم بعد چی میشه؟ 27 که میشه چند؟
27,000. حالا اگه میره اگه حساب بکنیم که 27,000 4-5 میشه. سوال سوم با هم کار میکنیم. سوال سوم گفته شده یک مؤسسه خیریه میخواهد 800 کیلوگرم آرد مقدار برای ما داده. مقدار چنده؟ 800 کیلوگرم آرد به نسبت 3/7 تقسیم کنه. یعنی چه نسبت معینه ما؟ کلمه تقسیم آماد، نسبت آماد، مقدارم تعیین شد، پس میشه تقسیم به نسبت معین میشه. خب حالا یه 800 کیلوگرم آردر گفته یک مؤسسه خیریه. خب مؤسسه خیریه ما چه کنه؟ اینا به بین اشخاص بی بضاعت کمک بکنه. خب اولین قدم چی بود؟ نسبت ها جمع میشد. نسبت ما شکل کسره، صورت جمع مخرج. پس اول 3/7 مساوی میشه به 10. در مرحله دوم مقدار داده شده تقسیم چی میکنیم؟ حاصل جمع. مقدار داده شده چنده؟ 800 کیلوگرم تقسیم 10 که میشه 80. و در مرحله سوم که هست جواب حاصل تقسیم یا حاصل تقسیم ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم. یعنی 80 ضرب نسبت اول چیه؟ 3. ضرب 3 میکنیم و 80 ضرب نسبت دوم یعنی 7 میکنه. 80 ضرب 3 میشه 240 کیلوگرم و 80 ضرب 7 میشه 560 کیلوگرم. پس این مؤسسه خیریه ما چی بکنه؟ ما 240 کیلوگرم به یک طرف کمک کنه و 560 کیلوگرم دیگر به یک طرف دیگه کمک بکنه. اگر امتحان کنیم 240 جمع 560 بکنیم باید دوام بده چند؟ 800 بعد بده. 500 جمع 200 میشه 700، 60 جمع 40 میشه 100، میشه چند؟ 800 کیلوگرم. میبینید الان مثل سوالی پیش بردم به خیلی راحتی تونستم جواب رو به دست بیارم. مثال بعدی گفته شده مبلغ 6913 افغانی. خب مبلغ یا مقدار برای ما داده شد. مقدار داده شد چند؟ 6913 افغانی. گفته بین 3 نفر به نسبت‌های یعنی نسبت گفته نسبت‌ها معینم کرده. 1/5، 1/3، 1/2. خب می نویسیم 1/5، 1/3، 1/2. تقسیم نمیدن کلمه تقسیم هم چی؟ آمار. مقدار معین شد، نسبت‌ها رو معین کرد، تقسیم هم آمار. پس میشه تقسیم به نسبت معینه. خب حالا گفته بگیریم تقسیم میکنیم. ما هم تقسیم میکنیم. مرحله اول نسبت ها رو جمع میکنیم. نسبت ها هست 1/5 جمع 1/3 جمع چی؟ 1/2. که این رو با هم جمع میکنیم مخرج مشترک باید بگیریم 30. جواب میشه 6690. ببخشیم 31/30 میشه. ما قبلا کار بزنم شد 31/30. 30 تقسیم 5 میشه 6، 6 ضرب 1 میشه 6. 30 تقسیم 3 میشه 10، 10 ضرب 1 میشه 10 و 6. 30 تقسیم 2 15، 15 ضرب 1 میشه 15. خب 15 و 10 25 6 میشه 31/30. حالا که ما چیکار کردیم؟ حاصل جمع رو پیدا کردیم. در مرحله دوم مقدار تقسیم حاصل جمع میکنیم. مقدار از 6913 افغانی تقسیم چی؟ حاصل جمع 31/30. اگر این کار رو هم بکنیم این رو هم کار کنیم شد 6690 افغانی. و در مرحله سوم هر یک از نسبت ها ضرب چی میکنیم؟ حاصل تقسیم میکنیم. نسبت ها ما چی؟ 1/5 ضرب 6690 دیگه 1/3 ضرب 6690 و دیگه از 1/2 ضرب 6690. 1/5 ضرب 6690 بکنیم میشه 1338. 1338 1/3 ضرب 6690 بکنیم میشه 2230.
و آخری هم گفت میشه 1345. خب پس جواب دست ما، اگر همیتا مبلغ ما داشته باشیم بین سه نفر و همین نسبتا تقسیم بکنیم، به نفره که 1.5 پول داشته میمونه 1338 روپیه، به نفره که 1.3 پول داشته میمونه 2230 افغانی، و به نفره که 1.2 پول داشته میمونه 3345 افغانی. حالا که نبریم کار جمع بکنیم، اگر دیدیم جواب همین عدد شد بگیم درسته، 8.5 چی میشه؟ 13 میشه، یعنی 3 هسته، پس بگیم جواب درسته دیگه، از بیشتر کار نمی کنیم. پس اگر نسبت ها ما شکل کسر بود، کسرا جمع میشه. اگر نسبت ها ما یک کسری بود، صورت و مخرج جمع میشه. اگر نسبت ها ما عدد بود، عدد رو جمع میشه. خلاصه نسبت ها هر چی باشه، جذری، کسری، تام، هر چی باشه باید جمع بشه. این سوال هم تمام شد. سوال بعد گفته شده مبلغ 108,000 افغانی یعنی مقدار تعیین شد. مقدار هست 108,000 افغانی گفته شده به نسبت هاییه، این نسبت هم گفت. خب به نسبت چی تعیین کرد؟ 4.5، 0.4، 0.3، 0.2. نسبت ها هست 4.5، 0.4، 0.3 و 0.2. گفته تقسیم کنیم، این کلمه تقسیم هم آمد. پس چی میشه؟ میشه تقسیم و نسبت معینه، مقدار معین شد. خب حالا گفته تقسیم کنیم، ما می کار میکنیم. مرحله اول باید چکار کنم؟ نسبت ها رو جمع بکنم. 4.5 جمع 0.4 جمع 0.3 جمع 0.2. اگر جمع بکنم 2 و 3 میشه 5، 5 و 4 9، 9 و 5 14 حاصل از 1، اینا همه صفر، خود 4 جمع شد میشه 5، 5.4 چند شد؟ 4. حالا یک مرحله دوم، مقدار داده شده رو تقسیم چی میکنیم؟ حاصل جمع. یعنی که 108,000 افغانی تقسیم چند؟ 5.4. خب 108,000 تقسیم 5.4. اگه خواسته باشم من اعشار مخرج رو تمام بکنم به صورت صفر دارم، اگه خواسته باشم من اعشار مخرج رو تمام بکنم چون در حال تقسیمه یه اعشار تمام بشه یک صفر بیزی علاوه میشه. یه قانون همینه که باز در بخش عدد نویسی علمی باز بیشتر میخوایم. اما کم به درس قبلی من یک گفته بودم، البته در چی؟ در تقسیم و ضرب طاقت های در. اگه خواسته باشم در حالت تقسیم اعشار رو من از بین ببرم، به ازای هر خونه اعشاری که از بین ببرم یک صفر باید به صورت چی کنم؟ اضافه کنم. یک خانه اشار یک صفر چی کنم؟ اضافه کنم. دو خانه اشار باید دو صفر اضافه میکنم. برای میشه چند؟ میشه 1,000,000 و 1,2,3 1,080,000 تقسیم چی؟ تقسیم 54. خب تقسیم میکنه 1,2,3,4 تقسیم 54. اگر دو بزنم دو 54 تا میشه 108 تا میشه چند؟ صفر. 4 صفر داریم یه رو به خارج قسمت میشه چند؟ 20,000. پس جواب چی شد؟ 20,000. مرحله دوم خلاص شد. مرسیم به مرحله چندم، سوم. در مرحله سوم حاصل تقسیم ضرب هر یک از نسبت ها میکردیم. در عملی ضرب فرق نمیکنه چی حاصل تقسیم ضرب نسبت کنیم، چی نسبت ضرب حاصل تقسیم. خب 20,000 ضرب نسبت ها ما چی بود؟ اولی 0.2 فرق نمیکنه کنم بنویسم. 20,000 ضرب 0.3، 20,000 ضرب 0.4 و 20,000 ضرب 4.5. خب دیگه از این بعد دیگه آسانه. به ازای هر خونه اشاره که از بین میبرنم چکار میکردم؟ یک صفر پاک میکردم. یک صفر که من از این پاک کنم یا خانه اشارم که از بین ببرم اونه چند؟ 2 میمونه. 2 ضرب 2,000 4,000. به ازای یک خانه اشار یک صفر از بین میبرم، این یک صفر از بین برم. 2,000 ضرب 3 میشه چند؟ 6,000 افغانی. بازم به ازای یک خانه اشار یک صفر از بین میبرم. 2,000 ضرب 4 چند میشه؟ 8,000 افغانی. 2,000 ضرب 4.5 به ازای هر خانه اشار
یک خونه اشار یک صفر چکار میکنم؟ از بین میبرم میشه 2 ضرب 45 که در کل میشه چند؟ 90,000 90,000 میشه. حالا اگر اینا با هم جمع بکنیم باید چی بشه؟ 108,000 باید بده. 90,000 جمع 8,000 98,000 98,000 جمع 6,000 میشه 104,000 جمع 4,000 میشه چند؟ 108,000. این سوال هم داری ترتیب کار شد. سوال بعد گفته دو نفر مشترکاً کار میکنن که مجموع پولای اینا هست 280 افغانی. مقدار معین شد بس. مقدار هست 280 افغانی و نسبت بین پولای اینا نسبت هم معین شد. نسبت اینا چند؟ 3/4. پس چیه نسبت هم معین شد؟ یعنی هم از نسبت. خب این نسبت به چی معین شده؟ به پولای اینا که چند؟ 3/4. نگه آیا دریافت کرده میتونیم که نفر اول و نفر دوم هر کدام چند افغانی گرفتن؟ بله، تقسیم به نسبت معینیه. گفته آیا دریافت میتونیم بکنیم که نفر اول و دوم هر کدام چند افغانی گرفتن؟ غیر مستقیم میکشم بریم پول تقسیم میکنیم بین نفر اول و نفر دوم. کلمه تقسیم اومد پس تقسیم نسبت اومد به نسبت پول معینه؟ معینه، تقسیم به نسبت معینه. خب نسبت ما چیه؟ کسره. اولی مرحله جمع نسبت ها اگر کسر بود شده جمع مخرج. 3/4 3/4 موسیه میشه به چند؟ به 9. در مرحله دوم مقدار تعیین شده یا داده شده یعنی 280 تقسیم حاصل جمع یعنی 9 میکنیم. 280 تقسیم چند؟ باشم 3/4 هم میشه 7. 6 تقسیم 7 1/7 4/28 0 میشه چند؟ 40. و در مرحله سوم حاصل تقسیم ضرب هر یک از چیا میکنیم؟ ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که 40 افغانی ضرب نسبت اول صورت ضرب 3 که میشه 120 افغانی و 40 افغانی ضرب نسبت دوم یعنی 4 که میشه چند؟ 160 افغانی. حالا 120 و 180 که با هم جمع بکنیم میشه 280 افغانی. یعنی 280 افغانی. خب جواب پس به دست اومد دیگه. تا اینجا چند مثال رو بدیم؟ 1, 2, 3, 4, 5 و 6. هنوز هم مثال ها ادامه داره. حالا میرسیم به مثال ششمی. از مثال ششم به بعد از روی سلایت کار میکنیم چون وقت ما رو زیاد میگیره. باز مثال در داخل سی دی میگذارم شما میتونیم ببینیم. مثالش هم گفته دو نفر مشترکاً کار میکنن که مجموع پولهای اینا هست 280 افغانی. مجموع پولها هست 280 افغانی. دو نفر مشترکاً کار میکنن مجموع پولهای اینا هست 280 افغانی و نسبت بین پولهای اینا هست 3/4. نسبت بین پولها هست 3/4. گفته شده آیا دریافت کرده میتونیم که نفر اول و دوم هر کدام چند افغانی گرفتند؟ نفر اول نفر دوم. خب سوال داره که گفته دو نفر مشترکاً با هم کار میکنن مجموع پول از این هست 280 افغانی نسبت بین پول این هست 3/4. حالا گفته شده آیا شما میتونیم بگیم که نفر اول چند میگیره نفر دوم چند میگیره؟ این سوال از داخل کتاب و مکتبه. بعد اگر نگاه بکنیم گفته شما بگیریم پول بین نفر اول و دوم تقسیم بکنیم. غیر مستقیم تقسیم برای ما گفته نسبت برای ما داده پس شد تقسیم به نسبت. پول را معین کرده پس شد تقسیم به نسبت معین یا تقسیم به نسبت معینه. در تقسیم به نسبت معینه ما چکار میکردیم؟ اول نسبت را جمع میکردیم. نسبت گفتیم اگر شکل کسر بود صورت جمع مخرج میشه. یعنی که 3/4 میشه میشه به چند؟ به 7. بعد از اون گفته بودیم که مقدار معین یا مقدار خورد تقسیم چی میکنیم؟ حاصل جمع میکنیم. یعنی 280 تقسیم حاصل جمع هست 7. 1/7 4/28 0 چند شد؟ 40 شد. این شد از مقدار. حالا بریم پیدا کردن از این که نفر اول چند پول میگیره و نفر دوم چند پول میرسه ما چه کار میکنیم؟
سعی برتر اینه چه؟ یعنی صورت نفر اوله، مخرج نفر چیه؟ دومه. نفر اول سهم یا چند داره؟ 100 داره. پس 40 ضرب 3 میکنم میشه 120 افغان. نفر دوم سهم چند داره؟ 4 داره. پس 40 ضرب چند میکنم؟ 4 میشه 160 افغان. پس نفر اول پولی پیدا شد، نفر دوم پولی چی شد؟ پیدا شد. حالا اگر این سهم‌ها رو با هم جمع بکنیم، باید 280 افغان کل پول به ما بده. 0 جمع 0 میشه 0، 6 تا 2 میشه 8، 1 به 1 هم میشه چند؟ 2. ببینیم باید 280 افغانی بره ما داده. پس چکار کردیم؟ برای اول نسبت جمع کردیم، حاصل جمع مقدار گرفتیم تقسیم حاصل جمع کردیم. سهم هر یک که پیدا شد، سهم تکی که پیدا شد، همون سهم تکیر ضرب چی کردیم؟ نسبت کردیم. نسبت صورت میشه نفر اول، مخرج میشه نفر چندم؟ دوم. 3 ضرب 40، 4 ضرب 40. بگردیم جواب پیدا شد. این بود از سوال ششم. حالا سوال هفتمی کار میکنیم. سوال هفتم گفته در قطع خط AB، قطع خط داریم به نام AB که طولی 32 سانتی متر، طول همین قطع خط هست 32 سانتی متر. گفته نقطه امر طوری تعیین کنیم، همین نقطه امر طوری تعیین بکنیم که قطع خط مذکور به نسبت 3/5، یعنی گفته ام بر بی ام باشه 3/5 و طول قطع خط های ام و بی ام دریافت کنیم. طول قطع خط AM و طول قطع خط BM شما پیدا بکنید. خب گفتم ما یک قطع خط داریم به نام AB، طول قطع خط AB هست 32 سانتی متر. گفتم نقطه AM بالای همین قطع خط شما طوری در نظر بگیرید که به نسبت 3/5 باشه، یعنی که همین نقطه AM 3 یک طرف باشه، 5 3 یک طرف باشه، یا از 5 3 3 به یک طرف باشه. حالا گفته زمانی که شما نسبت از این پیدا کرده ما فهمیدیم ام به کجا هسته و به کوی طرفه، بریم طول قطع خط ام پیدا کنیم و طول قطع خط بی ام را گفته پیدا بکنیم. خب اگر قطع خط ام در نظر بگیرم، این قطع خط فرض کنیم همین قطع خط، یعنی قطع خط ای و قطع خط بی باشه چند؟ 32 سانتی متر که سوال گفته. حالا گفتم این امر که هسته همین نقطه ام، مثلا همین نقطه ام را نمیدونم بگم کجا، نقطه امر گفته شما طوری روی قطع خط در نظر بگیریم که به نسبت 3/5 باشه و فرضاً بگیریم ام و بی ام را پیدا بکنیم، طول ام و طول بی ام. سوال مثل سوال قبل، اول چکار بکنیم؟ نسبت را پیدا میکنیم. خب برای پیدا کردن نسبت صورت جمع مخرج، یعنی که اول نسبت پیدا میکنیم، 3 جمع 5 مثل چند؟ 8. حالا مقدار تقسیم چی میکنیم؟ حاصل جمع نسبت. مرحله دوم مقدار هست 32 تقسیم حاصل جمع نسبت ها که در میشه 4 8 چند تا؟ 32 تا. خب 4 پیدا کردیم. حالا بخاطر از اینکه ما بفهمیم که این نقطه ام به کدوم قسمت همین قطع خط AB میتونه واقع بشه، باید اول بریم طول AM و طول BM رو پیدا بکنیم. AM یعنی چی؟ یعنی از نقطه A تا به M کمی نقطه باشه و BM یعنی از نقطه B به این طرف که بیم، یعنی به طرف چی؟ M بیم. خب 4 پیدا شد. بخاطر از اینکه AM پیدا کنم، AM قیمت چنده؟ 3. 3 ضرب چی میکنم؟ 4. پس AM مساوی میشه به 3 ضرب 4 که مساوی میشه به 12 سانتی متر. بخاطر از اینکه BM پیدا کنم، BM قیمت چنده؟ 5. 5 ضرب چی میکنم؟ ضرب 4 که میشه چند؟ 20 سانتی متر. خب حالا AM پیدا شد، BM هم پیدا شد. AM گفته 12 سانتی متر باشه، یعنی از طرف A شما تو شمارده شمارده بریم 12 سانتی متر که شد شما نقطه M رو شما بگذاریم، از طرف M میام مثلا فرض کنیم اینجا باشه 12، میگونی میشه چند؟ 12 سانتی متر. از طرف بی ام گفته 20 سانتی متر باشه، یعنی از طرف بی بی ام طرف ام چند باشه؟ 20 سانتی متر، یعنی از بی تا به قسمت چند میشه؟ 20 سانتی متر. از کجا فهمیدم 20 سانتی متر؟ این طرف که 12 سانتی متر باشه، طول قطع خط 32 دیگه، 32 متر 12 چند میشه؟ 20 سانتی متر دیگه. لازم نیست که من برم بی ام پیدا کنم، چون از خود سوال پیدا میشه. خب پس این شد چی؟ نقطه ام. حالا ام شد 12 و بی ام شد چند؟ 20 سانتی متر.
برای امتحان 20 جمع 12 چند میشه 32 سانتیال میرین طول قطع خط برم و میدن یه دفعه دیگه سوال میکنم یک قطع خط برم و دادم به نام AB این قطع خط ما این قطع خط 32 سانتیمتر یا 32 سانتیمتر ما گفته نقطه M شما طوری تعیین بکنیم که به نسبت 3 بر 5 باشه یعنی قطع خط شما بگیریم مثلا 5 استه کنیم 3 سیه باشه یک طرف و دوی استه دیگه یک طرف باشه یا اینکه بگم 3 استه یک طرف باشه 5 استه یک طرف زمانی که پیدا کردیم باز بریم طول M را پیدا کنیم بی M را پیدا کنیم حالا ما نمیتونیم اول بیایم M پیدا کنیم اول چی باید پیدا کنیم؟ اول باید A M پیدا کنیم برای بی M A M و بی M را پیدا کردیم اول چه کردیم؟ نسبت جمع کردیم مقدار تقسیم نسبت شد شد 4 حالا AM که هسته قیمتی هست چند؟ 3 3 ضربه 4 بی M هم هست 5 5 ضربه 4 که جمع کردیم حالا قیمت M پیدا شد زمانی که از A تا M باشه 12 سانتی متر خب پس از B تا M چند میشه؟ 20 سانتی متر چرا چون سی و دو منفی 12 چند میشه؟ 20 سوال هفتم به این ترتیب کار شد سوال هشتمی گفته شده ریاست معارف میخواهد 13500 جلد کتابچه ریاست معارف قصد داره 13500 جلد کتابچه چه کار بکنه؟ بالای 5 لیسه خود بالای 5 لیسه خود به نسبت شاگردان اول لیسه تقسیم کنه گفته اگر تعداد شاگردان لیسه به ترتیب باشه تعداد اینا باشه 750 300 150 600 450 اگر تعداد شاگردان لیسه به ترتیب اینا باشه حصه هر لیسه پیدا کنیم حصه هر لیسه یا هر مکتب پیدا کنیم خب گفته شده که ریاست معارف قصد داره 13500 جلد کتابچه بین 5 لیسه خود چکار بکنه بین 5 مکتب خود تقسیم بکنه به ترتیبی که همین 13500 جلد کتابچه مایه بین 750 نفر از لیسه اول 300 نفر از لیسه دوم 150 نفر از لیسه سوم 600 نفر از لیسه چهارم و 450 نفر از لیسه پنجم تقسیم بکنه حالا گفته شما بگیم که از این 13500 حصه لیسه اول لیسه دوم لیسه سوم چهارم و پنجم چند تا میشه یعنی بر لیسه چند تا میرسه پس 750 بگیم میشه لیسه اول چون گفته به ترتیب 300 میشه دوم سوم چهارم و پنجم خب خود سوالم گفته ما این تقسیم بکنیم به نسبت چی؟ به نسبت همین اشخاص یا همین شاگردا اولین کاری که میکنیم گفته نسبت ها رو جمع میکنیم نسبت ها رو به شکل چی؟ عدده پس میتونیم اونا جمع بکنیم اگر خوب به طرف سوال نگاه بکنیم یک وجه مشترک این سوال ها این اعداد برای ما داره وجه مشترک چیه؟ یعنی که میتونیم ما هر کدام رو تقسیم ده بکنیم هر کدام رو میتونیم تقسیم ده بکنیم ولی سادگی کار خب میتونم اینا ده اول جمع بکنم مثل سوالا قبلی ولی جمع هم اگه بکنم باید باید برای جواب 13500 تقسیم چی بکنم حاصل جمع بکنم خب اونجا باز باید اختصار بکنم باز هم این نگاه میشه پس بهتر حال کارم ساده بکنم اگر اینا رو تقسیم ده بکنم این صفر با این صفر تمام میشه این صفر با این صفر این صفر با این صفر ای صفر با ای، ای صفر هم با ای دامن میشه چند میمونه؟ میمونه 75 این میشه 30 15 60 45 میبینید کار ما ساده تر شد حالا بین این 5 عدد بازم ما یک وجه مشترک داریم وجه مشترک چیه؟ اینه که هر 5 عدد به سر 15 قابل اختصار هستن پس 75 هم تقسیم 15 30 تقسیم 15 15 تقسیم 15 60 تقسیم 15 45 هم تقسیم 15 75 تقسیم 15 اگر بکنیم 1 15 تا 15 5 15 تا 75 تا 1 15 15 2 15 تا 30 تا 1 15 15 1 15 15 تا 1 15 15 4 15 تا 60 تا 1 15 15 3 15 تا میشه چند تا 45 تا پس نسبت ها ما چند شد؟ شد 5 دو یک چهار سه حالا که نسبت ها رو میدیم با هم جمع میکنیم دیگه از بیشتر نمیتونیم ما اختصار کنیم یا ساده بسازیم
فقط این قانون جای کار میکنیم، یعنی اختصار سازی جای کار میکنیم که هر پنج عدد یا هر چهار برم عدد داد، پنج تا بود پنج تا، چهار تا بود چهار عدد ما، مثلا به سرآمدت چی باشه؟ پوره قابل تقسیم باشه. جمع میکنیم ولی پنج و دو میشه هفت، هفت و یک هشت، هشت و چهار دوازده، دوازده و سه پانزده، نسبت ها جمع شد. حالا سیزده هزار و پنجصد یعنی مقدار ما تقسیم چی حاصل جمع؟ سیزده هزار و پنجصد تقسیم پانزده. خب اگر نو بزنم یک پانزده پانزده، نو پانزده تا میشه چند؟ یکصد و سی و پنج. نو ده تا میشه نود تا، نو پنجم چهل و پنج، یکصد و سی و پنج. دو تا صفر هم داره میشه چند؟ نهصد. حالا اگه یک مقدار پیدا شد، یک حصه چکار شد؟ پیدا شد. حالا اگه یک حصه ضرب چی میکنیم؟ نسبت ها. مرحله سوم چیه؟ ضرب نسبت ها. یعنی که 900 ضرب نسبت اول است 5 یا لیسه اول است 5، 900 ضرب نسبت دوم است 2، 900 ضرب نسبت سوم است 1، 900 ضرب نسبت چهارم 4 و 900 ضرب 3. خب 95 تا چند تا میشه؟ 45 تا، یعنی 4500. 9 تا 18 تا 1800. 9 یکی 9 تا 900 تا، 9 4 تا 30 و 6 تا 3600 تا، 9 3 تا 27 تا، 2700 تا. خب پس میگیم سهم علیسه پیدا شد، 5 کلو لیسه بود 750 بود، پس سهم علیسه اول چیه؟ 4500. لیسه اول میگیم تعدادی از هم بیشتره، خب سهم از هم چی میشه؟ بیشتر میشه. پس به لیسه اول 4500 جد کتاب چی میشه میرسه. سهم لیسه دوم که از 300 تا بود، 300 نفر که بود، 1800 تا میرسه. برای 300 نفر 1800 جد کتاب چه از روش 13500 میرسه. این تایی دیگه لیسه ها اگر یار با هم جمع میکنید اگر شد 13500 این جواب ها درسته. دو صفر ها با هم داره 7 و 6 13، 13 تا 13 7 و 6 13 13 و 9 22 22 8 30 با 5 میشه 35، حاصل از 3 دو سه پنج، پنج یک شیش، شیش و چار ده، ده و سه میشه سیزده. چند شد؟ شد سیزده هزار و پنجصد جلد کتابچه. خب امتحان هم کردیم درست شد. حالا بیدیم از طریق اولی کار میکنیم، یعنی که بدون اختصار سازی بیدیم که این جواب میشه یا نمیشه. من فقط هم سوی کنم که دوباره سیزده و پنجصد جواب میده یا نه. سه مرمیسی پس پیدا کنیم، لیسه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. اگه اینا جمع، اگه اینا اختصار نکنم، یعنی 750 جمع 300، 750 جمع 300 جمع 150 جمع 600 جمع 450. خب صفرها جمع میشه 5 و 5 10 و 5 15 اصل از 1، 7 و 1 8، 8 و 3 11 و 1 12، 12 و 6 میشه 18، 18 و 4 میشه 22، 2250. حالا 13500 چیکار میکنیم؟ تقسیم حاصل جمع میکنیم، یعنی 2250. خب ای صفر با ای صفر چی میشه؟ تمام میشه. به سر 6 برو قابل اختصاره، 1 225 میشه 225، 6 تا 225 میشه 1350. بریم امتحان 225 ضرب چی میکنم؟ 6 میکنم، 6 5 تا 30 تا 10 از 3، 6 2 12 و 3 15 10 از 1، 6 2 12 و 1 هم 13، مینیمال 350. پس جواب چی شد؟ 6 شد. برای هر کدام از سهمان ضرب چی میکنم؟ 6 میکنم، 750 ضرب 6 ضرب 6، 6 0 چند میشه؟ 0، 6 5 تا 30 تا حاصل از 3، 6 7 42 42 3 میشه چند؟ 45، میدونه سهم اول دارم بودا 4 4 هزار و 500، 6 ضرب 300 بکنیم میشه چند؟ 1800، 6 ضرب 150 بکنیم 900، 6 ضرب 600 بکنیم 1600 و 6 ضرب 450 بکنیم میشه 2700. پس زمانی که برای ما نسبت ها میدن، اگر نسبت ها به این عدد بتونه اختصار داشته چکار میکنیم؟ در جای اختصار میکنیم و تا جای اختصار میکنیم که خوب ساده بشه. بعضی وقت نسبت ها رو هم جمع میکنیم و عملیه رو زودتر انجام میدیم و راحت‌تر. خب سوال هشتم هم تمام شد، میریم سوال نهمی. سوال نهم گفته در یک شرکت تجارتی سه نفر به ترتیب، یک شرکت تجارتی سه نفر به ترتیب، نفر اول 9000 افغانی، نفر دوم 12000 افغانی،
و نفر سوم 15,000 افغانی سرمایه گذاری نمودند. گفته آنها در این معامله 36,000 افغانی نفع یا فایده کردن. گفته نفع هر تاجر پیدا بودن. خب برای ما چی داده؟ نسبت ها برای ما داده 3 نفر به همی پول سرمایه گذاری کردن، 36,000 افغانی هم چی کردن؟ فایده کردن، مقدار هم معین شد. حال نفع تاجر رو به ما بگیم، غیر مستقیم یه چی بکنیم؟ نفع تقسیم چی بکنیم؟ تاجر اول دوم پس سوم، پس میشه تقسیم نسبت معینه. خب اگه ست تا نسبت رو نگاه بکنیم 9,000 12,000 و 15,000، بین از نگ وجه مشترکیه. وجه مشترک چیه؟ هر کدام ست تا صفر داره. میتونم چیکار کنم؟ هر ست رو تقسیم 1,000 بکنم یا عرض صفر چکار بکنم خلاص بکنم، فرق نمی کنم. تقسیم 1,000 گفتم اگه اختصار باشه درجه اول اختصار کنیم بعد جمع کنیم، ایست صفر با ایست صفر، ایست صفر با ایست صفر، ایست صفر هم با ایست صفر شد 9, 12, 15. یک وجه مشترک دیگه هم دارم، اینا تقسیم 3 میشن هر ست تا. تقسیم 3 9 تقسیم 3 میشه 3، 12 تقسیم 3 میشه 4، 15 تقسیم 3 میشه 5. حالا جمع میکنیم 3 و 4 7 و 5 11 یا 5 و 7 و 5 باشم 12، 5 و 4 9 و 3 12. خب سهم ها پیدا شد. حالا سهم هر کدوم این ضرب چی میکنم؟ حاصل جمع نسبت ها. یا باشم قبل از او باید مقدار خب باید تقسیم چی بکنم؟ حاصل جمع 36,000 تقسیم 12. 3 0 خدا رو داریم، 3 0 1, 12, 12, 3, 12, 3, 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
نسبت اول چند شد؟ 3 شد. اختصار دادم شد 3. 3000 ضرب 3 نسبت دوم 4 شد. 3000 ضرب 4 و نسبت سوم 5 شد. 3000 ضرب 5 100 ضرب 3 میشه 9000. 100 ضرب 4 میشه 12000. 100 ضرب 5 میشه چند؟ 15000. پس میبینیم که 9000 12000 15000. ببینیم پس دوباره فایده اینا چی شد؟ دوباره مثل خود پول اینا شد. اما پولی که سرمایه گذاری کردن هر کدوم دوباره همون پول چی کردن؟ فایده کردن. پس اولین کاری که در تقسیم به نسبت مایه نمی کنیم چیکار می کنیم؟ ما نسبت ها خود جمع می کنیم. به اینجوری نسبت ها ساده میشه، پس ساده کردیم. این جمع شد. این مرحله اول. مرحله دوم مقدار تقسیم حاصل جمع نسبت. مقدار تقسیم حاصل جمع نسبت است 12. و مرحله آخر که است؟ زمانی که جواب به دست آمد یا حاصل تقسیم به دست آمد، حاصل تقسیم رسید. 6 تقسیم 12 میشه چند؟ 3 یا 3000. حاصل تقسیم که دست آمد ضرب هر کدوم از نسبت ها میکنیم که هست 3 و 4 و 5 یا هست چی؟ 9000 12000 15000. که اینا ضرب از اینا میکنیم ولی ضرب اینا میکنیم. چرا؟ چون اختصار شده. حالا اگر این کار بدون اختصار انجام بدم، اول گفتم نسبت ها باید جمع شن. خب 12000 و 9000 میشه 21000. 21000 و 15000. 21000 و 15000 میشه چند؟ 36000. جمع شد. آره، مقدار را یعنی 36000 تقسیم چی میکنیم؟ حاصل جمع میکنیم. یعنی 36000 دوباره به دست آمد. میشه چند؟ 1. حالا همین 1 ضرب رفت رو نسبت ها میکنیم. نسبت اول ما چیه؟ 9000. 1 ضرب 9000. 1 ضرب 12000 و 1 ضرب 15000. اگر نه کدوم از ضرب بکنیم، 1 ضرب 9000 بشه 9000، 1 ضرب 12000 بشه 12000، 1 ضرب 15000 بشه دوباره چند؟ 15000. پس ببینیم از ارده تلفن کار بکنیم درسته. ولی کار ساده تر اینه که چی بکنیم؟ ساده سازی. در بعض سوالا اول ساده سازی بکنیم زودتر به جواب میرسیم. سوال بعدی یا سوال دهم ولی کم سوالا سخت‌تر میشه. این سه سوال که کار میکنم سوالا سخت‌تره. گفته از یک نفر 106440 افغانی، یا میاد باشه ساده در بسازم، از یک نفر 300000 افغانی به میراث مانده. یعنی متروکه میت که مکتب باید خوانده باشیم، متروکه میت یا پولی که از میت مانده هست چند؟ 300000 افغانی یا سلک افغانی میگه ما. خب از یک شخص که فوت کرده
متروکه میته یا پولی که از مانده از 300 هزار افغانی. گفته شده او تنها یک دونه پسر داره، میت یک پسر داره و یک دختر داره. گفته ای پول بین آنها طوری تقسیم کنید که سه پسر بیچند سه دختر باشه. گفته این پول بین امی یک پسر و یک دختر طوری تقسیم بکنید که سه پسر دو چند سه دختر باشه. خب ما این کار میکنیم. گفته تقسیم بکنیم، پس چی شد؟ تقسیم نسبت هم برای ما داده، یک پسر و یک دختر رو میگم نسبت اینا چیه. پول هم برای ما چی کده؟ معین کده، پس میشه تقسیم به نسبت معینه. در فقه اسلامی گفته شده که همیشه سهم پسر دو چند سهم چیه؟ دختره. یعنی یک پسر دو چند دختر سهم میگیره، یا این رقم برشان بگم یک پسر دو سهم میگیره، یک دختر یک سهم میگیره. پس نسبت اینا چی شد؟ نسبت اینا شد یک به نسبت دو، یا یک بر دو. یک چیه؟ سهم دختر. دو چیه؟ سهم پسر. یک به نسبت دو یا یک بر دو، یه علامه چیه؟ کسره دیگه، تفاوت نداره، علامه تقسیمه. خب نسبت ما پیدا کردیم. گفتم در فقه اسلامی چی میگن؟ میگن که سهم دختر همیشه یکیه، سهم پسر همیشه چند تایه؟ دو تایه. پس میگیم یک بر دو. سوال برام گفته سه پسر دو چند سه دختر باشه. خب میگیم که سه پسر هم دوه دیگه، دو چند چیه؟ سه دختره، سه دختر یکه، دو چند چیه؟ یک. خب فقط در تقسیم نسبت معینه اولین کاری که میکنیم چیه؟ نسبت خور پیدا میکنیم، یعنی نسبت جمع میکنیم. نسبت محض یک بر دو، چون کسره صورت جمع مخرج، یک جمع دو میشه چند؟ سه. این مرحله اول، یا میگه مرحله اولا بررسی کردیم. ثانیا یا مرحله دوم، مقداری که برای ما گفته شده یعنی 300 هزار تقسیم حاصل جمع میکنیم. حاصل جمع چیه؟ سه. سه با سه تمام میشه یک. نمونه چند؟ یک لک افغانی یا 100 هزار افغانی. و در مرحله سوم یا ثالثا، مقدار حاصل تقسیم ضرب به هر یک از نسبت ها میکنیم. نسبت یک و نسبت دو. یک لک افغانی ضرب یک، یک لگ افغانی ضرب دو. این میشه دوباره یک لگ افغانی و این میشه چند؟ دو لگ افغانی. یک لگ افغانی سهم کی بود؟ سهم دختر بود. دو لگ افغانی سهم پسر. خب این جواب چی شد؟ به دست آمد. یک شخص زمانی که فوت کرده 300 هزار افغانی روزی مانده، متروکه میت یا چیزی که از میت مانده 300 هزار افغانیه. میت یک پسر داره یک دختر. گفته شده سه پسر رو طوری تقسیم بکنیم که دوشن نصف چی باشه؟ دختر باشه. از روی فقه اسلامی ما میفهمیم که سهم پسر دو تا است، سهم دختر یکیه. پس به نسبت یک بردی پول چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. در تقسیم به نسبت معینه اولین کاری که بگیریم نسبت جمع میکنیم. نسبت جمع شد. دومین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ پول یا مقداری که آورده تقسیم حاصل جمع نسبت میکنیم. این کارو هم کردیم. پس سومین کاری که میکردیم حاصل تقسیم رو ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم، ضرب یک و ضرب دو. حالا که زمانی که یک لک و دو لک با هم جمع کنیم دوباره چی میشه؟ سه لک افغانی یا 300 هزار افغانی میشه. اگر این سوال دقیق فهمیده باشیم، سوال 11 و 12 هم به راحتی شما میتونید بفهمید، چون سوال 11 و 12 کم پیچیده تر. پس تا اینجا فهمیدیم که سه پسر دو چند چیه؟ سه دختره، چون به سوال بعدی برای ما کمک میکنه دیگه. خب سوال 11 گفته از یک شخص بعد از فوت آن 1,85,600 افغانی میراث مانده. پس متروکه میت یا چیزی که از میت مانده است 185,600 افغانی یا 1,85,600 افغانی. گفته شده مبلغ 25,600 افغانی به قرضدار آن دادند. میت قرض هم داره، یعنی باید پول خوب با قرضدار هم بده. چند قرضدار؟ 25,600 افغانی. خب و ثمن یک بر هشت سه پول باقی مانده سهم زنش است. ثمن یا یک بر هشت سه پول باقی مانده سهم کینه؟ سهم خانم میته. خب گفته شده
و متواقی پول را بین احمد و محمود یعنی پسران احمد محمود یعنی پسران و یک دختر یعنی مریم چی بکنیم؟ تقسیم بکنیم. خب این طرف سوال خوب توجه بکنیم، مقدار معلومه به اینجا با نسبت برای ما معلومه احمد محمد مریم یا نسبت هاینه خلاص گفته تقسیم هم بکنیم این پول هم تقسیم چی بکنیم؟ تقسیم احمد و محمود و مریم بکنیم. پس چی میشه؟ میشه تقسیم به نسبت معینه. قبل دیگه این کار بکنیم، قبل از اینکه ما بیاییم پول برای احمد و محمود و مریم یا دختر پسرای میت بدیم، باید ما پول خالص رو به دست بیاریم. یعنی چی؟ متروک میت یا چیزی که میت مونده خوی هست 1,85,600 اف کنیم، درست؟ اما از این پول 25,600 اف کنیم قرضه. پس باید چی بکنم؟ 1,85,600 اف کنیم منفی 25,600 بکنم که چی؟ پول خالص به دست بیاریم. خب پس مرحله اول یا اولا باید پول قرض بودم بودم. برای اینکه پول قرض بودم کل پول یعنی 1,85,600 افغانی منفی چی میکنم؟ پول قرض 25,600 افغانی. خب صفر صفر 6 که برای 6 بازم صفر، 5 که 5 برای صفر، 8 که 2 برای 6 یعنی یک. چند شد؟ شد 1,600,000 افغانی. 1,600,000 افغانی چیه؟ پول باقی مانده بعد از رفع قرض. خب هنوز هم پول خالص برای اون وجود نماده. پول خالص چی را وجود میده؟ زمانی که پول خانم میت را ما بدیم، سهم خانم میت را باید بدیم. ما سهم خانم میت چیه؟ 1/8 یا ثمن. همیشه در فقه اسلامی گفته شده که سهم خانم میت اگر اولاد داشته باشه 1/8، بین اولاد داره دیگه احمد محمود مریم. اگر اولاد نداشته باشه چیه؟ ربعه یا ربعه یعنی 1/4. خب یا چون اولاد داره گفته 1/8. خود سوال گفته باید بقدر اینکه سهم خانم میت پیدا بکنیم، پول باقی مانده 1,60,000 افغانی ضرب سهم یا میکنیم یعنی 1/8. 1/8 2,8,16 نمونه چند؟ 20,000 افغانی. خب 20,000 افغانی چیه؟ پول یا این رقم بگم سهم خانم مجد. این مرحله چندون شد؟ مرحله ثانیان یا مرحله دوم. حالا بریم مرحله ثالثان. هنوز هم پول خالص به وجود آمده؟ نه. چی وقت پول خالص به وجود میایه؟ زمانی که ما بریم از کل پول یعنی 1,60,000 افغانی سهم خانم رو پای کنیم دیگه، چون سهم خانم رو ما دادیم از این پول دیگه. پس 1,60,000 افغانی منفی چند؟ 20,000 افغانی. که در نتیجه جواب میشه 1,40,000 افغانی. این شد چی؟ پول خالص. پول خالص یا پولی که از متروکه میت حالا چی شده؟ مانده. خب در مرحله چهارم یا رابعاً ما گفتیم در فقه اسلامی آمده که سهم هر پسر دو تایه. پس سهم احمد دو تایه، سهم محمود دو تایه، سهم هر دختر یکیه. یک دختره پس یک سهم میگیره دیگه. حالا اینا نسبت ها مانه. نسبت ها چه کار میکردیم؟ جمع میکردیم. دو دو چهار، چهار یک میشه چند؟ 5. پس در مرحله پنجم نسبت ها رو جمع میکنیم. دو جمع دو جمع یک میشه چند؟ 5. دوباره میگم ما گفتیم که در فقه اسلامی آمده که همیشه سهم پسر دو تایه یا دو چند چیه دختره. هر چی تعداد پسرها باشه فرق نمیکنه، همچی تعداد پسرها هر چی زیاد باشه بازم سهم پسر دو تایه. احمد دو سهم، محمود دو سهم چون پسرم، مریم دختر یک سهم میگیره. سهم ها رو با هم جمع میکنیم میشه 5. همین سهم ها حیثیت چی دارن؟ حیثیت نسبت دارن. همین سهم ها داخل قضیه میراث که باز بعدا میراث مفصل میخونیم رسیدن چی دارن؟ نسبت دارن. خب نسبت ها رو ما جمع میکنیم. حالا که رسیدیم به مرحله اول چی؟ تقسیم به نسبت معینه. حالا مرحله اول ما کار کردیم. خب برای از این مرحله 140,000 افغانی یا پول یا مقدار معینه چه کار میکنیم؟ تقسیم حاصل جمع نسبت ها میکنیم یا نه؟ این هم 5. خب تقسیم میکنیم. 1,5,5 2,5,10 4,9 8,5,40 100 تا 0 هم داریم. ما چه چند؟ 28,000
هفت مالی. این پولچه یک سهم فقط. خب میرسیم به مرحله خامسن. در مرحله خامسن مقدار سهمی که پیدا میکنیم ضرب نسبت ها میکنیم یا نه؟ 28,000 افغانی ضرب 2. 28,000 افغانی بازم ضرب 2 و 28,000 افغانی ضرب 1. 28 ضرب 2 میشه 56,000 افغانی، بازم 56,000 افغانی و 28,000 افغانی. پس سهم احمد 56,000 افغانی، سهم محمد 56,000 افغانی و سهم مریم چنده؟ 28,000 افغانیه. سهم خانمیت هم خوبی داده شده. حالا اینا رو اگه جمع بکنیم، اگر شد 1,85,600 افغانی، جواب ما چیه؟ درسته. خب جمع میکنیم 3,9,3,0 داره 8 جمع 6,6,12 8 و 12 چند میشه؟ 20 میمونه 2. البته باشه این پول باید برای ما نده، باید برای ما پول چی بده؟ 1,40,000، چون این پول خالص منه. 5 و 5 در 10 و 12 12 دارم چند میشه؟ 14. میگم دوباره اون پول برای ما داده، پس بگیم جواب درسته. پس در قضیه میراث ما اولین کار که میکنیم سوال تشریح میکنیم دوباره. سوال گفته شده که از میت 1,85,600 افغانی پول مانده، این شد متروک میت. 25,600 افغانی میت قرض داره، پس باید ما اول قرضی رو بدیم که قرض رو ما دادیم شد چند؟ 1,60,000 افغانی. بعد گفته شده سهم خانم میت هم شما بریم بدیم، سهمی چنده؟ 1/8. خود سوال گفته ثمن یا 1/8. 1/8 ضرب چی میکنیم؟ ضرب باقی مانده پول میکنیم، میشه 20,000 افغانی سهم خانم شد. حالا به خاطر اینکه پول خالص به وجود بیاد، خود 20,000 رو منفی چی میکنیم؟ 1/60,000 میکنیم که پول خالص به وجود بیاد. حالا پول خالص به وجود اومد، از این بعد دیوار تقسیم به نسبت معینه شروع میشه. در تقسیم نسبت معینه اولین کاری که میکنیم نسبت ها رو جمع میکنیم. خب احمد پسر دوتا، محمد پسر دوتا، مریم دختر یکه، نسبت ها جمع شد شد چند؟ 5. این مرحله اول در چی بود؟ در نسبت ها. در مرحله دوم در نسبت ها چکار میکنیم؟ مقدار چکار میکنیم؟ تقسیم حاصل جمع نسبت ها، که تقسیم حاصل جمع نسبت ها شد 28,000. و در مرحله سوم تقسیم نسبت ها معینه چکار میکنیم؟ حاصل تقسیم از ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم. نسبت اول 2، نسبت دوم 2، نسبت سوم 1. بیدید این جواب رو میبینیم کلا به دست ما. پس در کل چند مرحله شد؟ 1, 2, 3, 4, 5. دو مرحله این جیگاه 6 و 7. این سوال به 7 مرحله چی شد؟ کار شد. و سوال آخری که از بحث تقسیم به نسبت معینه داریم، سوال آخر هم نیست، این سوال با اندک تفاوت. گفته شده از یک شخص 48,000 افغانی به میراث باقی مانده. یک شخص یعنی متروکه میت یا چیزی که از میت مانده هست 48,000 افغانی. خب گفته شده این مبلغ را بین دو زن دو پسر و یک دختر تقسیم کنیم که یک زن آن اولاد داره. یک زن چی داره؟ اولاد نداره. واسه نداره. خب مثل سوال قبلی دیگه، با این اتفاق که سوال قبلی قرضش اینجا قرض نداره. خب از متروکه میت 48,000 افغانی مانده، چیزی که به میراث مانده 48,000 افغانیه. میت دو تا خانم هم داره، دو تا پسر هم داره و یک دختر هم داره. از این دو خانم که هسته یک خانم اولاد نداره. پس در فقه اسلامی چی میگه؟ میگه سهم خانمی که اولاد نداره هست 1/4 یا ربعه، برای میگن ربعه. و سهم خانمی که اولاد داره هست 1/8 یا ثمن. حالا که چرا 1/4 و چرا 1/8 دیگه؟ بحث ریاضی نیه. خب سهم خانم که اولاد دارم پیدا شد، سهم خانم که اولاد دارم نسبتا چی شد؟ پیدا شد. حالا اگه باید بریم ما سهم خانم اولاد دار و سهم خانم بدون اولاد چی بکنیم؟ پیدا بکنیم. در سوال قبلی پول چکار میکنیم؟ ضرب ثمن میکنیم، یعنی ضرب 1/8. اینجا همین کار میکنیم. 48,000 افغانی یعنی مرحله اول
48,000 افغانی ضربه یا اون نقطه بگذارم بیتره یکی بر چهار میکنم که پول خانم بدون اولاد به دست بیاید. خب 144 144 تو 412 صد تا صفر میشه 12,000 افغانی. حالا در مرحله دوم 48,000 افغانی ضربه یک بر 8 میکنم که پول خانم یا سهم خانم اولاددار پیدا بشه. خب 1 بر 8 8 6 8 تا 48 تا صد تا صفر میشه چند؟ 6,000 افغانی. خب هنوز ما به تقسیم به نسبت معینه نرسیدیم. حالا این گپ مقدمتیه. در مرحله سوم پول اردو خانم جمع میکنیم 12,000 جمع 6,000 که مثل چند؟ 18,000 افغانی. چرا جمع کردیم؟ چون همه منفیش 48,000 افغانی میکنیم که پول خالص میت به دست بیه که باز بین پسر و دختر تقسیم کنیم. و مرحله چهارم کل پول یعنی 48,000 افغانی منفی 18,000 افغانی که برای دو تا خانواده میکنیم. 48,000 منفی 18,000 میشه چند؟ 30,000 افغانی. خب این مرحله چهارم. میریم مرحله پنجم. حالا از مرحله پنجم دیگه تقسیم نسبت معینه شروع میشه. این ستا رو میگذارم. سهم این خانم پیدا شد، سهم این خانم پیدا شد، اینا خوب گفتیم. دو تا پسر یعنی چی؟ بعد مثلا دو سهم برسه میشه چند سهم؟ 4 سهم. یک دختر بس میشه 1 سهم. حالا سهم ها جمع میکنیم. 4 جمع 1 میشه چند؟ 5. مقدار ما باقی مانده چند؟ 30,000 افغانی. 30,000 رو تقسیم چی میکنیم؟ حاصل جمع تقسیم 5 میشه چند؟ 6,000 افغانی. حاصل تقسیم چکار میکنیم؟ ضرب هر یک از نسبت ها میکنیم. 6,000 ضرب دو پسره. بس هر پسر دو سهم داره دیگه. ضرب دو 6,000 بالام ضرب دو و 6,000 ضرب یک اینا میشه 12,000 یا هم 12,000 و آخری هم میشه 6,000. حالا به چی رسیدیم؟ به سهم ها رسیدیم دیگه. برای امتحان 12 و 12 24 24 و 6 میشه چند؟ 30,000. دوباره جواب پول اصلی ما چی میشه؟ داده میشه. پس ما بازم را رفتیم تا به چی رسیدیم؟ رسیدیم به تقسیم به نسبت معینه. سه مثال ما تا اینجا از میراث کار کردیم. باز بخیر به بحث میراث رسیدیم. مثلا بیشتر کار میکنیم با تفاوت ها بیشتره. اما اگر از میراث تا اینجا همه ذره فهمیده باشیم که سهم پسر تا سهم دختر یکی، سهم خانم که اولاد داره یکی بر 4 و سهم خانم که اولاد داره یکی بر 8، شما می‌دونیم سوال میراث رو به راحتی و خیلی ساده کار می‌کنیم. پس به سوال ما اول چیکار کردیم؟ اول اومدیم 48,000 افغانی پول خانم اولاددار و پول خانم بدون اولاد ما دادیم. چی رقم؟ 48,000 ضرب سمن و ضرب رب کردیم پولا به دست اومد. پولا رو با هم جمع کردیم شد 18,000 افغانی. چرا جمع کردیم؟ چون منفی 48,000 رو گفتیم که پول خالص به وجود بیاد. پولی که برای پسرها و دخترها داده میشه. خب کردیم چون 30,000 افغانی پول خالص به وجود اومد. در مرحله پنجم دیگه تقسیم به نسبت معینه شروع میشه. سهم ها رو میریم یا نسبت ها رو جمع میکنیم. دو تا پسر میشه 4 سهم، یک دختر میشه 1 سهم، میشه 5 سهم. بعد از اون مقدار تقسیم حاصل جمع میکنیم میشه 6,000 افغانی. بعد از حاصل تقسیم ضرب بر یک از نسبت ها میکنیم که میشه چند؟ 12,000 و 6,000 افغانی. این بود از درس تقسیم به نسبت معینه و 12 سوالی که کار کردیم. امیدوارم این درس را مثل درس های قبلی خوب فهمیده و درک کرده باشه. بعد از موضوع تقسیم به نسبت معینه در این درس ما با هم اوسط بخونیم. ببینیم که اوسط چی هست. تعریف اوسط فعلا به حد مقدماتی با هم بخونیم. چرا؟ چون که خود اوسط یک بحث گسترده‌تر در بحث احصائیه داره. در زمانی که بخیر به بحث احصائیه برسیم اونجا اوسط کامل با هم مطالعه میکنیم و اون رو میخونیم. در درس کنونی که هست منظور از اوسط چیه؟ منظور از اوسط یعنی وسط گرفتن یا حد میانه چند مقدار پیدا کردن. حد میانه چند مقدار چی پیدا کردن. حالا همین اوسط در علم ریاضی و خصوصا در علم حساب به دو بخش تقسیم میشه. یک اوسط حسابیه و یک اوسط هندسیه. اوسط حسابی یک رقم کار میشه، اوسط هندسی و دیگه شکل کار میشه. در اوسط حسابی که هسته ما مقدارها هر چندتایی که هسته با هم جمع میکنیم تقسیم تعداد همین مقدارها میکنیم. این اگر مقدارها 4 تا باشه اینا با هم اول جمع میکنیم تقسیم تعداد اینا رو 4 میکنیم. تقسیم 4 میکنیم اوسط حسابی اینا پیدا میشه. پس
اوسط خودیو به معنای حد وسط یا حد میانه یک چیز یا چند مقدار پیدا کردن که یه معنی کلی یا معنی اصلی رو شما زمان میفهمید که ایسایی کامل یاد داشته باشه یا که ایسایی کمی هم خوانده باشه. خب به خاطر درک بهتر از موضوع اوسط باز ما چکار باید بکنیم؟ مثل دیگه موضوعات مثال باید کار بکنیم. اوسط ایسایی رو اول باید با هم میخوانیم و چند مثال کار میکنیم و طبق هر مثال تشریح هم میکنم که اوسط ایسایی به اینجا باید چی معنی میده. پس قبل از اینکه مثال کار کنم، اوسط گفتیم که به دو بخش تقسیم میشه، یکی اوسط ایسایی یا وسط ایسایی، یکی هم اوسط هندسی یا وسط هندسی. در اوسط ایسایی که هسته اوسط ایسایی به AR نشان میدن، چون از ارتمیک گرفته شده نه ایسایی، به AR نشان میدن. AR مثلا میشه به مقدارها، یعنی A جمع B جمع C جمع D جمع E نقطه 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 جمع Z و تعداد اینا، تعداد اینا چیه؟ A. پس برای پیدا کردن اوسط ایسایی ما چکار میکنید؟ AR یعنی اوسط ایسایی، از ارتمیک گرفته شده، ارتمیک یعنی ایسایی. مقدارها مثلا مقدار A, B, C هر کدام که هسته جمع میکنیم، تقسیم تعداد همین مقدارها میکنیم. دو تا بود تقسیم دو، صد تا بود تقسیم سه، چهار تا بود تقسیم چهار، N تا بود یا Z هر چی که بوده تقسیم تعداد میکنیم. خب مثال کار میکنیم بهتر میفهمیم. مثال اول گفته شده عبدالرحمن در تست A، تست A نام شخص عبدالرحمن، عبدالرحمن در تست A 80 نمره گرفته. در تست B که در امتحان B گرفته 90 نمره. در تست C گرفته 100 نمره. حالا گفته شده شما بگیم که اوسط نمرات B رو حساب کنیم. اوسط شما گفته حساب بکن. برای اینکه ما اوسط نمرات رو حساب بکنیم چکار میکنیم؟ گفتم که مقدارها رو اول با هم جمع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی 80 مقدار اول جمع 90 مقدار دوم جمع 100 مقدار سوم. حاصل جمع یا جواب هر چی که شد تقسیم تعداد مقدارها میکنیم. تعداد مقدارها چند تا؟ 1 2 3 تقسیم 3. خب 90 جمع 80 میشه 170، 170 جمع 100 میشه چند؟ 270. 270 تقسیم چنده؟ تقسیم 3. خب 1 ستا 6 9 ستا 27 0 و چند شد؟ شد 90. پس اوسط نمرات آقای عبدالرحمن هست چند؟ 90. یعنی حد میانه نمراتی که عبدالرحمن نام گرفته هست چند؟ 90 نمره. حد میانه چنده؟ 90 نمره. حالا همین جواب چی میکنم؟ چند نمره دیگه به او اضافه میکنم. مثلا گفته شده تست C در تست D مثلا گرفته 60 نمره، در تست E هم گرفته مثلا 50 نمره. خب چکار میکنم در وسط حسابی؟ اول مقدارها رو جمع میکنم. AR مساوی میشه به 80 جمع 90 جمع 100 جمع 60 جمع 50. تقسیم تعداد، تعداد چند تا؟ 1 2 3 4 5. خب جمع می‌کنیم چند جا شد؟ 270. 270 جمع 60 میشه 330، جمع 50 میشه 380. تقسیم چند؟ تقسیم 5. مثلا 5 اختصار میشه 1 5 تا 5 تا 7 5 35 حاصل از 3 6 5 تا 30 تا میشه چند؟ 76. پس اوسط نمرات آقای عبدالرحمن چنده؟ 76. اوسط نمراتی هسته؟ 76. پس اگر کسی 80 نمره بگیره، 90 نمره، 100 نمره، 60 نمره، 50 نمره، چند تا امتحان از 5 امتحان. اوسط نمرات یا حد میانه نمراتی که گرفته از بین 5 نمره چیه؟ 76. همین 76 یعنی چی؟ یعنی از بین همین 5 تست که امتحان داده حد میانه نمره که گرفته چنده؟ 76. خب یه سوال اول،
سوال دوم گفته شده در صنف هفتم لیسه ای یا در صنف هفتم یک مکتب 130 نفر. صنف هفتم میشه چی؟ به انگلیسی میشه کلاس 7 یا اگه ساده تر بگم 7th class. 7th class که ما به اینجا چی میگیریم؟ کلاس 7 میگیریم چون کار ما راحت تر باشه. خب در صنف هفتم یا 37 تعداد شاگرده چند تایی؟ 130 نفر. در صنف هشتم یک لیسه هست یا 38 تعداد شاگرده هست 115 نفر. در صنف نهم یا 39 تعداد شاگرده هست 95 نفر. و در صنف دهم یا 13 تعداد شاگرده هست 88 نفر. در صنف 11 تعداد شاگرده هست 85 نفر. و در صنف دوازدهم یا 12 تعداد شاگرده هست 81 نفر. گفته در یک لیسه در صنف 7 130 نفر، در صنف 8 115 نفر، در صنف 9 95 نفر، در صنف 10 88 نفر، در صنف 11 85 نفر و در صنف 12 81 نفر چکار میکنه؟ لشکول درس خوانده. گفته شده شما بگیم که به طور اوسط در یک صنف از لیسه مسکول چند شاگرد مصروف درس خوانده هستن؟ پس از ما چه مایه اوسط ما؟ گفته شما بگیم که به طور اوسط در یک صنف چند شاگرد مشغول درس خواندن هستن؟ خب ببینیم که اعداد چیه متفاوت. اما چیه مایه حد میانه؟ مایه حد میانه که شاگردان در یک سیم چکار میکنن؟ درس میکنن. اولین کاری که میکنیم AR مثالی میشه به مقدارها باید با هم چی بشه؟ جمع بشه. خب همینجوری من جمع میکنم مقدارها 0 و 5 میشه 5، 5 و 5 10، 10 و 8 18، 18 و 5 23، 23 و 1 میشه 24، این 4 حاصل از 2. خب 3 و 1 میشه 4، 4 و 9 13، 13 و 8 21، 21 و 8 29، 29 و 8 میشه 37، 37 و 2 میشه 39 حاصل از 3. 3 و 1 میشه 4، 4 و 1 میشه 5، شد 594. تقسیم تعداد میکنید در وسط حسابی مقدارها جمع میشه تقسیم تعداد میشه چند تایی؟ 1 2 3 4 5 6 تقسیم 6. خب تقسیم 6 میکنیم ببینیم چند میشه. 8 6 تا میشه چند تا؟ 48 تا. 9 6 تا 54 تا. پس 9 میزنیم 1 6 6 9 6 54 میمونه چند تا؟ 5 تا دیگه. بازم 9 6 تا میشه چند تا؟ 54 تا. پس میشه چند؟ 99. پس اوسط شاگردانی که در یک سنت از این لیسه درس میخونن چند نفره؟ 99 نفره. ما حد وسطی که پیدا کردیم چند شد؟ 99 تا. حالا اگه نگاه بکنیم از بالا 1 2 3 این تا اینجگاه وسط میشه، از پایین هم 1 و 2 و 3 این قسمت وسط میشه، درسته؟ از پایین اینجا وسط میشه چون 6 تا دیگه وسط 6 تا که هسته چیه؟ 1 2 3 1 2 3 این تا چه وسط هم. حالا 99 که ما به دست آوردیم گفتیم حد چیه؟ میانه اوسط حسابی. حد خود اوسط حد چی نشان میده؟ میانه. بین 95 98 از 95 میدیم بالاتر از شدهش باید چی باشه؟ از شدهش 95 باید چی باشه؟ بالاتر باشه. درست هم میبینیم که بالاتر هم هست. یا حد میانه ما میرقم میگیم که حد میانه در این صنف ها یا در تعداد شاگرد ها چنده؟ 99 نفر. پس حد میانه ما تونستیم پیدا کنیم. بعد هم میگم که در قسمت اوسط حسابی من نمیشه بیام احصایه رو برای شما فعلا درس بدم. فقط اگه ایده پیش شما باشه، اگه فکر پیش شما باشه که در اوسط حسابی مقدارا جمع میشه، تقسیم تعداد اینا میشه و جواب به دست میده. سوال سوم گفته یک موتور 5 ساعت سفر میکنه و 5 جمعه کاره داره. گفته در ساعت اولی که سفر میکنه 8 کیلومتر پی میپیمایه. ساعت به انگلیسی میگن hour. h تلفظ نمیشه، یاد شما باشه hour نمیگیم، hour. h غیر مرفوزه. ساعت میگن به انگلیسی hour یعنی ساعت. همین او یو آر رو پاک میکنم به h نشان میدم. در ساعت اول یعنی h یک 8 کیلومتر چکار میکنه؟ همین موتور میپیمایه. در ساعت دوم 7.5 کیلومتر یا h2 7.5 کیلومتر. در ساعت سوم یا h3 6.5 کیلومتر.
در ساعت چهارم یا H4 7 کیلومتر و در ساعت پنجم یا H5 6 کیلومتر چکار میکنم این مدت؟ طی میکنم. حالا گفتم معلوم کنیم که به طور اوسط در یک ساعت چند کیلومتر طی میکنم؟ در یک ساعت چند کیلومتر را طی میکنم؟ سوال چی گفته؟ گفته یک موتر 5 ساعت سفر میکنم. یک موتر 5 ساعت سفر میکنه، 5 ساعت راه میپیمایه. گفته شده این موتر در ساعت اول 8 کیلومتر راه میپیمایه، در ساعت دوم 7.5 کیلومتر، در ساعت سوم 6.5 کیلومتر، در ساعت چهارم 7 کیلومتر و در ساعت پنجم 6 کیلومتر راه میپیمایه. حالا گفته بریم ما بگیم که همین موتر در یک ساعت چند کیلومتر طی میکنه، یعنی اوسط یه بگیم که در یک ساعت چند طی میکنه. اینجا می‌بینیم که بر ساعت چی شده؟ تفاوت که داره کیلومترها. حالا تو شما بگیم حد میانه که این موتر در یک ساعت رفته چند کیلومتره؟ مثل سوال قبلی، حد میانه شاگردان که در یک سنف از بین همون 6 سنف چند نفره؟ یه مالا یه چیز، حد میانه این موتر در یک ساعت چند کیلومتر میتونه سفر بکنه؟ چند کیلومتر میتونه طی بکنه؟ چیکار میکنیم ما؟ اوسط حسابیه، اوسط حسابی به AR نشان میدن. اول مقدارها رو جمع میکنیم. 8 کیلومتر 8 جمع 7.5 7.5 جمع 6.5 6.5 جمع 7 7 جمع 6 6. اول اینا رو جمع میکنیم، تقسیم تعداد اینا میکنیم. تعداد چند تایه؟ 1 2 3 4 5 تقسیم 5. خب AR مساوی میشه به اول اشاری 6 و 7 میشه چند؟ 13. نیم و نیم هم میشه 1 میشه 14. پس این تا چند شد؟ 14. 14 جمع 6 میشه 20. 20 جمع 7 میشه 27. 27 جمع 8 میشه 35. تقسیم چند؟ 5. میشه چند؟ 7 کیلومتر. پس حد میانه یکی موتر در یک ساعت طی میکنه چند کیلومتره؟ 7 کیلومتره. پس سگاه بدیم ما رفتیم مقدار را جمع کردیم، تقسیم تعداد کردیم. 7.5 و 6.5 جمع بکنیم 14 کیلومتر، جمع 6 میشه 20 کیلومتر، 20 جمع 7 27، 27 و 8 میشه 35، تقسیم تعداد یعنی 5 میشه 7 کیلومتر. پس میگیم حد میانه یه متر که در یک ساعت طی میکنه فاصله هست 7 کیلومتر. میبینیم که پس ما تا اینجا هر چیز نتیجه یه گرفتیم که همیشه اوسط از بین چند مقدار پیدا میشه. اوسط از بین چند مقدار پیدا میشه. بینجوا از بین 5 مقدار ما اوسط پیدا کردیم، حد میانه پیدا کردیم. در سوالات قبل نمیده از بین 5 و 6 مقدار تونستیم ما این کار رو بکنیم. سوال بعد دیگه اوسط بین اعداده. گفته شده اوسط حسابی اعداد 1 5 8 رو پیدا کنیم. اوسط حسابی اعداد 1 و 5 و 8 و 10. خودی گفته اوسط حسابی دیگه، اول جمع میکنیم 1 جمع 5 جمع 8 جمع 10 تقسیم تعداد 1 2 3 4 تقسیم 4 AR مساوی میشه به همین چیز. خب 5 و 1 6 6 و 8 14 14 بوده میشه 24 تقسیم چند؟ 4 که میشه چند؟ 6. پس اوسط همین 4 عدد چنده؟ 6. اوسط یا حد میانه ای چهار عدد اگر وسطی رو فکر بکنیم هست 6. خب سوال بعد گفته اوسط حسابی اعداد 6 13 بر 2 3 و 0.5 چی رو بکنیم شما؟ پیدا بکنیم. اگر طرف سوال ما بکنیم کسری هست؟ اعشاری هست؟ علیلی هم هست اعداد ما. بهترین کار اینه که 13 بر 2 چی بکنم؟ اعشاری بکنم، اعشاری با اعشاری جمع کنم، اگر با اعداد که جواب به دست بیاریم. گفته شده اوسط حسابی 4 عدد پیدا بکنیم. خب AR مساوی میشه به اینا رو بعد اول چی بکنم؟ جمع بکنم. اگه جمع بکنم 13 بر 2 میتونم بنویسم 6.5؟ بله. 13 تقسیم 2 چند میشه؟ 6.5. پس میگم 6 جمع 6.5 جمع 3 جمع 0.5. حالا 0.5 جمع 6.5 چند میشه؟ 7 میشه. پس اینطور کار میکنم به جای بنویسم چند؟ 7. تقسیم چند؟ تقسیم تعداد اینو چند تا بود؟ 1 2 3 4. خب 7 و 3 10، 10 و 6 میشه 16، تقسیم چند؟ 4. 16 بر 4 میشه چند؟ 4.
پس حد میانه این چهار عدد چنده؟ چهار. یا اوسط حسابی هسته؟ چهار. سوال بعد، دو سوال کالک داریم، کمی سوال مشکل تره. گفته اوسط سه مقدار 5x 7 سه مقدار هست یکی 5 یکی x یکی هم 7. اوسط این خود سوال رفته پیدا کردیم. گفته اوسط این سه مقدار هم هست 24. فقط از ما قیمت x مایه، از ما چی مایه؟ قیمت x. سه عدد بریم آداده. گفته که اوسط سه عدد 5 و x و 7 شده چند؟ 24. گفته شما بریم قیمت همی x پیدا بکنیم. خب شما فکر کنیم باید چکار بکنیم؟ میتونیم کاری بکنیم؟ بله. از رو چی؟ از رو فرمول. ما گفته بودیم که a r مساوی میشه به a جمع b جمع چند عدد ستا جمع c بر تعداد اینا یعنی n. خب حالا a r اینجا به ما چند داده؟ اوسط به ما چند داده؟ 24. مساوی میشه به ایر چند عدد؟ داده 5، یعنی عدد اول. بیر داده برای ما x جمع x جمع سی رو داده 7 یا عدد 7. بعد یعنی تعداد چند تایه؟ 7 تایه. خب یک تناسب شد دیگه، طرف این وسطه این ببینیم جواب به دست میاد. مخرج داره مخرج رو یک 24 ضرب 3 24 ضرب 3 مساوی میشه به یک ضرب اینا که باز خود اینا باشه 5 جمع x جمع 7. 24 ضرب 3 میشه 72 مساوی میشه به 5 و 7 میشه 12 جمع x هم خود داریم. حالا شد معادله یک مجموله درجه یک که بعدا باز بخیر بخش الجبر میخونیم. یک معادله درجه اول شد مجموله هم داره. چرا میگم یک مجموله؟ یک مجموله داره. چرا درجه یک میگم؟ چون توانیو یک. در معادلات یک مجموله درجه یک که هسته ما باید حد مجموله به یک طرف نگاه داریم، اعداد عرضی رو چکار بکنیم یا اعداد ثابت رو با هم جمع تفریق بکنیم. خب 72 ما به این طرف خواسته نه؟ اگر 12 بیارم به سمت 72 بیارم علامه مثبتی میشه منفی. هر کدام از این اعداد که من تغییر مکان بودم علامه رو تغییر میکنم. 12 بیارم به این طرف میشه چی؟ منفی. منفی 12 مثلا میشه به چند؟ به x. 72 منفی 12 چند میشه؟ 60. مثلا میشه به چند؟ x. پس x ما چند شد؟ 60 شد. حالا میام به جای x خود چند میگذارم؟ 60. برای امتحانیو اوسط این ستار پیدا میکنم. اگه شد 24 که خود سوال داده درسته، اوسط چی رقم پیدا میشد؟ مقدار ها جمع میشد 5 جمع 60 جمع 7 تقسیم ستای 3. 60 جمع 7 67 جمع 5 میشه 72 تقسیم 3. 1 3 3 2 ستا 6 تا 4 ستا 12 شد چند؟ 24. پس میگیم جواب ما چیه؟ درسته. اولین کاری که کردیم این سوال رو میگه برای چی کار کنیم از روی خود فرمول. گفته بودیم که AR این فرمول مساوی میشه به A جمع B جمع C چون چند تایه؟ ست تایه. بر چند؟ بر N یا تعداد اینا. AR یا اوسط داره مدده چند؟ 24. مساوی میشه به مقدار A ما هست 5، مقدار B ما X و مقدار C ما هست 7 تقسیم C یعنی تعداد اینا ست تایه. خب شده یک تناسبه، تناسبه تشکیل دادیم و آره طرف این وسط این 24 ضرب 3 مساوی میشه به یلان مساوی 5 جمع x جمع 7 5 جمع x جمع 7. 24 ضرب 3 میشه 72 5 جمع میشه 12 جمع x. معادله یک مجموله درجه یک در معادلات یک مجموله درجه یک هسته. حد مجموله به یک طرف نگاه بداریم، عدد ثابت به یک طرف. حد مجموله به یک طرف نگاه داشتیم 12 رو آوردیم پیش 72. 12 که پیش 72 بیاریم علامه مثبت به منفی تغییر میکنه. 72 منفی 12 میشه 60. پس x هم جواب چند شد؟ 60 شد. پس x میشه 60. برای امتحان هم میره عرصه مقدار جمع کنیم تقسیم ست کردیم چون ست تعداد این رو ست دایه دوباره برای ما چند رو؟ 24 داد. پس میگیم جواب ما چیه؟ درسته. پس سوال آخری که از بخش اوسط حسابی کار میکنیم سوال مشابه به همین سوال. این دو سوال سوالاتی که به کنکور آمده. گفته شده اگر حد اول x حد اول اگر باشه x حد دوم باشه دو چند حد اول؟ دو چند حد اول؟ حد سوم باشه سه چند حد اول؟
به قدر 6 واحد کمتر، به قدر 6 واحد کمتر. در صورتی که اوسط این مقدار باشه 8، شما حد مجهول پیدا بکنید. حد مجهول چیه؟ x دیگه. گفته شده اگر حد اول باشه x، یعنی عدد اول باشه x، مثلا سوال قبلی عدد اول به سوال چی بود؟ 5 بود مثلا. حد دوم باشه دو چند حد اول، دو چند حد اول یعنی چی؟ یعنی 2 تا x دیگه. 2 ضرب x میشه چند؟ دو چند حد اول، حد اول خب x، دو چند میشه 2 ضرب x. حد سوم باشه سه چند حد اول، یعنی 3 ضرب حد اول چنده؟ x. باز گفته به قدر 6 واحد کمتر، منفی 6. خب باشه، گفته در صورتی که اوسط در این مقدار 8 باشه، شما بریم حد مجهول رو پیدا کنیم. هر سر چی داره؟ مجهول داره، یعنی x دیگه. x چیه؟ یک حرف مجهولی، باید نور پیدا کنیم. باز هم این سوال رو فرمول فقط میتونیم کار بکنیم. چند عدد داریم؟ چند حد داریم؟ 100 تا. حد یا عدد فرق نمی کنه دیگه. 100 تا. پس با چی فرمول تیرا کنیم؟ فرمول خود 100 تا تیرا کنیم. ای آر مساوی میشه به ای جمع بی جمع سی و ان. ای آر یا اوسط ما چنده؟ 8 مساوی میشه به ای چنده به اینجگاه حد اول؟ x جمع بی چنده؟ 2 ضرب x یا 2 تا x جمع سی چنده؟ 3x منفی 6 و تعداد اینه، تعداد چنده؟ 100. خب تا اینجا رو فهمیدیم یا پس کار میکنیم. 8 مخرج داره، مخرج میدم 1 شد تناسبه طرفین وسطین. 8 ضرب 3، 8 ضرب 3 مساوی میشه به x جمع 2 دونه x جمع 100 تا x منفی 6. 8 ضرب 3 میشه 24 مساوی میشه به x و 2x میشه چند x؟ 3x. 3x و 3x میشه چند x؟ 6 دونه x منفی چند؟ 6. خب بازم شده یک معادله، یک مجهوله درجه یک مجهول دارن، یک اکسیه درجه و یا توان یکی، پس میشه یک مجهول درجه. در معادلات یک مجهوله درجه یک ما چه کار میکنیم؟ حد مجهوله به طرف کسب اونجا نگاه میداریم، اعداد ثابت به یک طرف میاریم. یعنی 6 تا 9 ما خودی رو در یک جا 24 به اینجور داریم، حد ثابت ما ویدیو منفی 6 ته. اگر به این طرف بیارم میشه مثبت 6. زمان که حد ثابت تغییر مکان میکنه الان تغییر میکنه. 24 جمع 6 میشه 30 مساوی میشه به 6 تونه x. حالا اطراف تقسیم ضریب x میکنیم، ضریب مجهول میکنیم. ضریب x ما چنده؟ 6. 6 به 6 تمام میشه 1 6 6 5 6 تا 30 تا. پس x هم مساوی میشه به چند؟ به 5. حد مجهول پس چند شد؟ 5 شد. حالا سوال رو نگاه میکنیم ببینیم که جواب درست هست یا نه. سوال گفته بود اگر حد اول x باشه، حد اول ما چیه؟ x. حد اول x. اگر حد دوم باز گفته دو چند حد اول باشه، حالا x میگه چنده؟ 5. حد دوم اگر دو چند حد اول باشه یعنی چند؟ یعنی 10. 2 ضرب 5 10. حد سوم ما اگر سه چند حد اول باشه یعنی 15، به قدر منفی به قدر 6 کمتر باشه، منفی 6 چند میشه؟ 11. در صورتی که گفته اوسط اینا باشه 8، اوسط باشه 8، گفته حد مجهول شما پیدا کنید. که ما حد مجهول رو چی کردیم؟ پیدا کردیم. سوال گفته بود که اگر حد اول باشه x، خب x ما پیدا کردیم شد 5، یعنی 5. گفته حد دوم اگر دو چند حد اول باشه 2 ضرب 5 10. حد سوم اگر سه چند حد اول باشه 3 ضرب 5 15، به قدر 6 کمتر باشه 15 منفی 6 میشه 11. در صورتی که گفته اوسط این مقدار باشه 8، شما قیمت مجهول پیدا کنید. خب حالا ما قیمت مجهول پیدا کنیم، حالا ما ببینیم کمی 5 که پیدا کردیم درست هست یا نه. چی رقم اثبات می‌کنیم؟ مقدارها رو با هم جمع می‌کنیم، مثلا می اوسط که اول کار می‌کردیم، یعنی 5 جمع 10 جمع 11 تقسیم تعداد تقسیم 3. 11 و 5 16، 16 و 10 میشه چند؟ 20. 6 بر 3 ده و یازده، بیست و یک، بیست و یک و پنج میشه چند؟ بیست و شیش، بیست و شیش بر سه. اطلاعشم پانزده منفی شیش میشه نو، فراموش کردم، بارز مذارت یه میشه نو. ده و نونزه، نونزه و پنج، بیست و چار. خب، بیست و چار تقسیم سه بکنیم چند میشه؟
8 میشه. پس جواب شما اینو دوباره 8 شد. پس میگم درسته. بله جوابی که به دست آورده اینه x مساوی 5 جواب کامل و صحیح ما. این بود از بحث اوسط حسابی و 7 مثالی که درباره اوسط حسابی با هم کار کردیم. دو مثال آخر، مثال ششم و مثال هفتم، مثالی بود که در کنکورهای سال گذشته در همین هرات خود ما آمده بوده. امیدوارم که درس اوسط حسابی را خوب درک کرده باشید.